جهان آموزش ها بر بنیاد سیر اندیشه، گفتمان های پیرامون جهانبینی ها، تئوریک، تاریخی، سیاسی و روشنگرانه. گرداننده احمد شاه راستا، لس آنجلس، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا. چشم و چراغ می رسد، خم به کناره می رود، مه به کنار می رسد. باغ سلام می کند، سر پیام می کند، زبزه پیاده می رود، خونچه سوار می رسد. آره، بهار فرا می رسد، باد آمنه پر از شگوفه های رنگین و جوانه های رنگارنگ هنر آفرین. در پذیرای بهار این طلایه‌دار فصل ها، نوروز باستانی را گرامی می داریم و به پیشواز سال نو و بهار نو می رویم. اینک در نخستین شب سبزترین فصل خدا که سبزه و گل و گیاه به هدیه دارد، ما با برنامه رنگین و از آخرین ساعات سال 1369 تا اولین لحظه های سال 1370 خورشیدی با شما هستیم. برنامه اختصاصی یک هم اکنون ارائه می شود، بخش های متنوع، مطالب شادمانه و بیننده های عزیز سلام و درود. امروز شنبه 13 فوریه، ساعت 11:14 به وقت کالیفرنیای جنوبی و ساعت 8:14 به وقت اروپا و احتمالاً که 11:30 یا 11 شب به وقت افغانستان باشد. بحث انقلاب در انسان به هیچ تناقض با زنان آغاز میشه. هنگامی که ما این مسئله را نه فقط در بستر روانشناسی و نگرش اجتماعی، مثلا مانند شوینیزم مردانه در نظر میگیریم، بلکه در بستر تقسیم کار است که این مسئله جای خود پیدا میکنه. یعنی به چی مانه؟ یعنی که جایگاه زن در جامعه خود به خود مشخص و معین میشه، یعنی ای که در کل و در مجموع سطح تکامل انسان به مفهوم بنیادینش با رابطه مرد زن در جامعه سنجیده میشه، من حیث دو شخصیت مستقل، رابطه مرد با زن، رابطه مستقیم طبیعی ضروری دو انسان است با هم. و سطح تکامل انسان ما میتونیم که از امی در بر بنیاد امی رابطه داوری بکنیم. پس این رابطه حدودی را نشان میده که در او رفتار طبیعی انسان انسانی شده باشد، حدودی که در او انسان در فردی ترین وجودش یا در فردیتش به اصطلاح همزمان
در یک هستی اجتماعی و در تولید ارزیابی شود و تغییر در یک دوره تاریخی همیشه میتونه که به اساس پیشرفت زنان به سمت یا سوی آزادی در امو جامعه معین و مشخص شود. و به این خاطر است که ما به صورت مشخص میگیم که انسان کم از کم در جامعه ما و زنان در دهه های اخیر به صورت ویژه و مشخص رابطه مستقیم دهه های آخر زندگی کشور ما، یعنی مدرنیزم در کشور ما، رابطه مستقیم با زنان و بانوان و فعالیت های ما. و ما خانم های با داشتن خانم های روشنگر، آموزش دیده، مدرن در عرصه های مختلف از گذشته های سنت زده، مناسبات ترایبالیزم و قبیلوی و فوندامنتالیزم مذهبی میتونیم که امی دوره ها را با موجودیت زن در امی عرصه ها مطالعه بکنیم. زکیه کوزاد یکی از امی خانم هاست که در پهنه فرهنگی و جورنالیزم یک نام به همتاست کشور ما و ما امروز خانم کوزاد دعوت کردیم که از خاطره های خود قصه کنه، از تجربه های خود قصه بکنه، از زندگی که در یک شاید یک پارادوکس و به حساب انگلیسی چی میگن کانترادیکشن که میگن یا تفاوت و اختلاف و تضاد در جامعه وجود داشته باشه قد بلند کردن و یک استایل و مکتب در جورنالیزم از خود بجا گذاشتن و خوشبختانه که زنده هستن و هنوز ادامه میدن. خانم کوزاد اگر تشریف دارین با ای امیدوار هستم که با ای مقدمه بسیار طولانی و دراز من خسته نشده باشین. خوش آمدین، صفا آوردین. پیش از اینکه کتف خانم کوزاد سلام علیکی بکنیم، بیننده های عزیز امیل لحظه لایف، شما برنامه ما را از طریق پندارها و گفتارها، تلویزیون ساحل، تلویزیون بهار و بسا سایت های دیگه لایف میبینین و 15 دقیقه اخیره دویز که به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. خانم کوزاد خوش آمدین، صفا آوردین. قدم ها بالای چشم، بسر بام بیا گوشه ابرو بنمو، روزداران رخت منتظر ماه نو. به نام آن که دل کاشانه اوست، سلام به زیبایی وفا، صداقت و همدلی و هممیهنان عزیز و گرامی تقدیم می دارم و آرزو دارم که عشق همسفر راهتان و آزادی و آزادگی تاج سرتان باد، که بی آزادی زندگی بالندگی ندارد و عمر آدمی ارزشه. بسیار خوشحال هستم که شما با وجودی که من نه سیاستمدار هستم، نه شاعر هستم، نه نویسنده هستم، نه آدم بسیار آنچنانی هستم، یک آدم فقیره، یک آدم که بسیار باورمند است به خدای خود، شما به این برنامه پرمحتوا و برنامه زیبایتان ویزه دادین، ویزه دخول که من هم بیایم. و مثل عزیز که یک ضرب المثل است که یک تعداد مارا یک جایی میرفتن، یک کرم محمد گفت که امی ما مارا کجا میریم دیگه. امروز شما بر من منت گذاشتین و از حضور گرم شما و بینندگان ارجمند و نازنین و هممیهنان گرانقدر و قدرشناسم جهان ابراز سپاس و امتنان دارم. خوشوقت هستم که در محضرشان قرار دارم. قربان شما خانم کوزاد، ما را به گونه به اصطلاح اگر تشریفاتی گپ نزنیم خجالت میتین شما، برازی که من یک جمله یک کلمه گفتم که شما یک استایل یک مکتب در عرصه جورنالیزم افغانستان از خود بجا گذاشتین و او را در استمرارش هنوزم ادامه دادین و
پیش میرید. به هر حالت بین که ما بسیار افتخار میکنم و بیننده های ما افتخار میکنم که امروز شما را داریم و بعد از یک مدت بسیار بسیار دراز که شما با تأسف تمام فکر میکنیم یا ما غافل بودم، در نتیجه امی بلای کرونایی کمک کمک منزوی، نمیگیم که واژه خوب نیست، کم گوشگیر شدین و کمتر شما را میبینیم. به هر حال در اون مورد بسپسان صحبت ما برتان بگویم خدمتان که ما منزوی نشدم، ما کوتکلفی شدم از خاطر از این که فرزندانم نماندن و از جناب موسکیمیار که به تلویزیونشان ما برنامه دارم خواهش کردم که چون فرزندان مرا کوتکلفی کردن امکان نداره که ما تا کی پندمیک لعنتی است ما دوباره به تلویزیون ظاهر شم. خب به هر صورت از شما بازم تشکر میکنم و ما اینم قدر خرسند هستم که با وجودی که ما یک فقیر هستم ولی با مردم خود هستم و مردم با ما هست. ما مردم خدا بی نهایت دوست دارم، میهن خدا دوست دارم، به این هیچ کسی به شمول خودم اعتراض نمیتونن که ما مردم خدا دوست ندارم یا میهن خدا. برای از اینکه تا به امروز که ما زنده هستم و نفس میگیرم از لطف و عشق مردم است که بر ما این عشق آموختاندن و همیشه ما هم به هر جایی که بودیم، به این مفهوم نیست که ما در کشور نبودیم، به هر جایی که بودیم با عشقشان عشق ریختیم و با لبخندشان شاد بودیم. همیشه امرایشان هستم، همیشه درد میهن خود دارم و درد مردم ما دارم. این افتخار ما دارم که یک فرد بسیار وطن دوست و مردم دوست هستم و متعلق به مردم هستم. خانم گوزاد گرامی، یک جمله دیگه هم میگیم باز میریم کاملا صحبت خودمانی میسازیم. بسیار. ما دمی فلسفه و روانشناسی واژه به نام غربت نمیشناسم، گرچند که یک تعداد کسایی که از وطن دور میشه میگه ما در غربت هستیم. انسان غریب میتواند در عمق یک کلچر و کلتور در داخل افغانستان در دستگاه دولتی یا دستگاه های فرهنگی فقیر باشه از لحاظ ذهنی، انسان متحجر باشه، انسان عقبگرا باشه، انسان دشمن مدرنیزم باشه، انسان دشمن انسانیت و وطن خود باشه. بله. و انسان که خارج از کشور با فرسخ ها در یک گوشه دیگه گیتی و یونیورس به اسطلاح میره، اما اونمو فرهنگ با خود میداشته باشه، امو صدا را میداشته باشه، امو ذوق و سلیقه را میداشته باشه، امو زیبایی را میداشته باشه، امو استعداد توانایی ظرفیت ها را در وجود خود می داشته باشه و او هیچ وقت فقیر نیست. بنان ما کلمه واژه فقیر استفاده نمی کنم، واژه مهاجر است. فقیر منظور ما از مهاجرت نبود. بله. من بیکار هستم. خواهش می کنم. نه شما بسیار شخصیت بزرگوار هستین، شکفت نفسی نکنید که ما عصبانی هم می شوم الان دفعه می شتم. قربان شما، بسیار خوش شدم که شما را داریم. بیاین از اینجا شروع کنیم که از خاطراتتان اول شروع میکنیم که گرچه که ما دیدم صحبتهای شما را، مصاحبه های شما را، شما باور کنین که از روی چیز نمیگم، نه اضافه من میگم در مورد شما، نه کم میگم، یکی از کسای استثنایی شما در مطبوعات افغانستان هستین با امی توانایی هایی که از خواندن شعر تا خواندن اخبار تا پیش برده یک برنامه زنده که در حضور مردم لایف یک خانم میاد در اوت رجامی سنتی و صحبت میکنه. بیاین شروع کنیم از همینجا که گرچه جدرهای در زاویه های مختلف از شما سوال کرده باشند، خاطرات تان قصه کنین از دوران کودکی، اگر قصه نمی کنین از هم دورانی که در مکتب چگونه اینطور مفتم که حالا که در تلویزیون آمده باشین و به ایچ با اصطلاح با خریطه خالی آمده باشین و پشت استیج شامل بستاد شده باشین صحبت کرده باشین، خواهد من یک بک‌گراند بسیار قوی یک درون مایه در داخل ذهن شما و در استعداد شما وجود داشته، ولی در پشت ازی حتما از مکتب هم شما کارهایی را فکر کنم که انجام داده باشین در کنفرانس ها و گپا. از همینجا شروع میکنیم پیش میکنیم. یک چیز را برتون بگویم که من سر پا خاطر هستم. خاطرات بسیار خوش، خاطرات سرشار از عشق و محبت، ولی بعد از
او خاطرات زیبایی که من دارم بعد از سال 1371 خاطرات تلخ من شروع میشه تا ای که من مهاجر میشم. میفهمین به خاطر چی؟ به خاطر از ای که اینقدر تلخ بود که اگر شیرینی او خاطرات نمی بود من امروز به هیچ صورت در جهان نمی بودم. که بسیار خاطرات تلخ دارم. از کدامش برتون قصه کنم؟ بیاین از خاطرات خیطر میکنیم که بیاین به حساب کرونولوژیک پیش میریم، گرچه که معمول در اینجا ایست که از خاطرات تلخ آدم شروع میکنه باز با خاطرات شیرین، اما شما هم تلخ شما هم شیرین است، شیرین شما هم تلخ است، به اصطلاح شور شیرین میگن. بیاین از این دوران که شاگرد بودین و ما ایسون ایسون خبر دارم که یکی از شاگردهای ممتاز مکتب هم بوده، یکی دو صنف امتحان هم دادین، از اون قصه هم از کارهای فرنگیتان حساب کنه. او در مورد من معلومات کسب کردین. من مورد شما ما چی معلومات کسب کردیم؟ کل دنیا در مورد شما معلومات داره. بعد من شوخی رو بکنم و از همین خاطر من سوانه شما رو نخوندم، برای که هیچ ضرورت نیست که سوانه شما خوانده شوه، بعد صدها بار در مطبوعات شما بودیم و سوانه شما رو میفهم. بیاین از این خاطرات شروع میکنیم. همین جالب اینطور است که از خاطرات مکتب ما 6 ساله که این مبالغه نشه غلو نشه، ما راست میگم ولو که به ضرر ما باشه دقیق میگم، کمتر کوشش میکنم دروغ بگویم. اول خود در مورد شخصیت خود براتون بگویم که ما زیاد آدم دروغگوی نیستم، زیاد قسم خورم نیستم و 6 ساله مکتب شامل شدم. بعد از او لیسه زرغونه بودیم. لیسه زرغونه با پل باغ عمومی بود او وقت. صنف اول دوره با لیسه زرغونه خواندیم، باز لیسه زرغونه رفت و قلعه فتح‌الله با آیشه درانی تبدیل شدم. و آیشه درانی که رفتم صنف 4 امتحان دادم، باز صنف 5 امتحان دادم با لیسه شیدرانی، با صنف 7 باز امتحان دادم. یعنی سنم خورد بود 2 صنف من امتحان دادم، 10 سال صنف 12 را خواندم. و من چیزی که بسیار عشق داشتم با معلمای خود، معلمی خدا بسیار دوست داشتم. یک معلم داشتیم به نام فریده جان مختارزاده، یادشان بخیر، اگر اتفاقا که برنامه را میبینن، چون برنامه شما بسیار بیننده داره، من صمیمانه ترین احترامات خدا برای از این استادان عزیزم تقدیم میکنم به وسیله این برنامه. فریده جان مختارزاده معلم تاریخ ما بودن. با او وقتا رواج بود که دخترها معلمای خود دوست می داشتن، کارت برشان می دادن، گل می دادن و تحفه و هدایا. من همی فریده جان بسیار دوست داشتم و معلم فارسی ما مملکت جان بودن، او را بسیار دوست. و معلم جغرافی ما یک خانم بودن به نام کابل یا کابلی فوزیه جان، و خلاص بگه این دستای بسیار زیبا داشتن، کلکای بسیار رنگ ناخونه می زدن، ناخونای بلند و که با مروی تخته نقشه نشان می دادن. من دیگه عاشق دستای از اینا بودم. منظور من از این بود که من که این معلمای خود دوست داشتم، بسیار دستشان هم دوست داشتم، همین مزامین هم دوست داشتم. چنان من مزامینم به شوق می خواندم که فریده جان تاریخ که تشریح می کردن، نفر دوم بعد از فریده جان دست من بلند می شد. باز می گفت که حیزکیه جان تو باش که یک چند نفر دیگه هم دوره دوم هم تشریح می کنم. خلاصه بر فارسی هم همه تو بود، بر تاریخ هم همه تو بود. بسیار یک شوق زیاد داشتم، تمام شعرها را من از یاد حفظ می شد خودش. و بسیار لایق بودم. بعد از او به صنف 12 که رسیدم، چون سنم خورد بود، سر فشار آمد، سر دماغ یا چطور شد، دکتر هم تو گفت زمان که من ببخشید دیگه با معذرت خون از بینی می آمد.
وقتی که سر صنف می ششتم به صنف بودم یک بار بدون از اینکه بفهمم خون که معلم من متوجه می ساخت زکه برو بیرون که بینید خون شد و این گپ بسیار زیاد شد مرا بسیار ضعیف و ناتوان ساخت و خلاصه مطلب که من بعد از زود دیگر از مکتب که فارغ شدم ازدواج کرد به مکتب هنوز بودم که استاد کوزات تازه از ایتالیا آمده بودم و من بسیار یک دختر نازک لاغر بودم یکقدر لاغر بودم که خودم بعد خودم می آمدم دو دانه جاکت می پوشیدم دو دانه دامن می پوشیدم بیرون که می رفتم که یک ذره جاندار معلوم شد که اتفاقا کوزات چون از ایتالیا آمده بود همی لاغری ما و همی تیپ ما و مویکم چوکی و دراز و مویای خرمایی ای یک روز اتفاقا امرای مادرم مرا به امیر بزها دیدم همیشه ما که بازار بر کتابچه و قلم یا لباس می رفتم تنها و امرای خوارخونده و دوست ایچ وقت ما اجازه نداشتیم مادرم می رفت امرای ما خب بس اتفاقا کوزار دیده و گفته که یافتم بعد از او بازی آمده خانی ما را تکیب کردن خانی ما را پیدا کردن دیگر روزش که فامیل کوزار بسیار مردم یک فامیل روشن شیک فشنی مقبول رسیده بودن اینا مادرم گفت که از فامیل کوزات خواست کدی آمده مرک کوزاده چی مشناسم فامیلشه یک دخترک چشم گوش بسته مادرم هم نمشناسم خب اینا که یکی دوبار آمدن عمیم و کاکای ما که خواست مادرم عمیم یک زن روشن و کار میکرد با بانک و کاکای ما خب اینا شناختن که اینا خب بسیار یک فامیل کلان هستن اینا بسیار یک فامیل روشن هستن کلش تحصیل کرده و چنین چنان یه علامه استاد احمد علی کوزاد و استاد نبی خان کوزاد هر کدام از این و برادر کلانشان حسن خان که 100 سال قبل این تحصیل یافته فرانسه بود انجینیر طیاره بود این شما فکر کنین که اینا اینقدر پیش رفته مردم بودن بله خب اما عمیم گفت که همه چیز عالی سینا فوق‌العاده هستن مگر ای خود بچه را خواستن این بچه که آمد بچه که مادرم دید اینا دید عمیم گفت که این خب یک ذره کلان است دیگر کلان است که یعنی خب سنم بزرگ است سنشان ما را گفتن که اینا ما گفتم خیر است چون ما پدر نداشتم دو خواهر داشتم و مادرم هم بسیار جوان بود مادرم به سن 27 سالگی شوهر از دست دادم بسیار جوان بود بله. و ما کلانترین دخترشون بودم 15 ساله بود مرد خانم بود و ما شهر مانده بودم فکر میکردم که اگر ما یک بچه جوانم ازدواج کنم با یک بچه جوان میخوام مرا میبره خانه مادر خود خانه فامیل خود و مادرم خورک خوردم اینا خود تنها میمانند اینا خود چطور میشه خب ما گفتم ما امینا را ازدواج کنم برین بگوین که اینا امرای ما یک جای زندگی میکنن یک چیز واضح است کوزاد نازنین گفته بودن که بدون از این که بگوین من خود ماما قیساس دارم که دختر کلانشان رو ببرم و یک خانم جوان با یک طفل چطور من میتونم با من از که گپش من دیگه پشت دروازه گوش میگیرم گپا پس که آخو پس که اینا آمدم بر من گفتم من گفتم قبول است همه این میگفت او دختر سبا هم سنچی هایی ببینه ای ببینه یک چیز بگوین تو رنگ رو بری گفتم نه 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 یعنی که دیگه یک دل مونده که صد دل دادیم به کوزاد صاحب یکی او خلاص کوزاد دل چی که تسلیم شدم به خوبیش به مهربانیش و من دیگه جوان ایتالیا آمدگی قد و اندام و تیپ و هنر و شاعر و نقاش و خانواده بزرگ کوزاد و احمد علی کوزاد که او خودش اینا رو من دیگه زیاد نمیفهم اهمیت از این موضوع رو زیاد نمیفهمم بله. که چی گپ میشه امرای من کار خدا بود بله. ولی کوزاد شرایط پذیرفت و شیرنی را گرفتن و خلاص خوشحالی شد و رفتن بله. خلاصه مطلب این قسم بود و واقعا که
بسیار خوب. بسیار خوشبخت شدم با زندگیم که همراه استاد کوزار تا رمق عیاد من افتخار داشتم و افتخار دارم به نام شد. بسیار عالی، بسیار عالی. ثمره از ازدواج خو میفهمین که 4 اولاد است و یک پسر کلان از کنیشگاه جان که حال ماستری خودم میگیره بخیر، و سه دختر دارم که یک دخترم به بزنس است، یک دخترم که میترا جان او دیگه کم کم رای مادره انتخاب کرد و دختر یعنی که اونا اون چیز میکنه دیگه، اونا در عرصه مطبوعات فعال هستن و یکان والا زیاد نی خود اگر می استیجام میره و صحبت بسیار مقبول داره و صدایشام یک کمک شبی صدای ماست و این از این قبیل گره، یکان شعر از بابی خود دکلمه میکنه، بابیش بسیار دکلمه از این دختر خوش داشت و دختر خوردم امیرا جان کور پری جان میگیم او دیگه دختر چوچه هست امیرا جان نمی دختره که نازنین است که پیشتر ما شما را میکنم این ویدا جان است، این ویدا جان است، ویدا جان است، بله این دختر ما بینی است که از میترا کده خورتر است، ولی این دختر بزنسی، این دختر دیگر بسیار دختر لایق است. و کنیشگاه جان هم بعد از اینکه کوزات سفر کرد رفت، بله، تمام مسئولیت خانه و خانواده به دوش کنیشگاه است، یعنی این استاد شد به عوض پدر خود نام خدا. من از اولادای خود بسیار راضی هستم. امیراگر شاعر است. بله بله. خب بسیار انگلیسی شعر میگه. آه بله. چقدر جالب. خب باشین که چیز بله. اگر ما بتانم که پسان باز میترا جان پیدا کنیم قدر که شما صحبت کردین در موردش، یعنی فکر میکنم در لاین هست منطقه سرچپه هست میترا جان گل سراسه بساس خدا که نه سرچپه است که عزیزم، اینا که مادرت آمدی سرچپه کتی ما گفت میزن کمبریت دارورتی کمبریت صدای ما را هم نمیشنوه، این حال صحیح شد، این حال خود سرراسته شدی صدای ما را غمشه بخور. میترا جان مجبور ما یک کار دیگه کنم. میترا جان همین لحظه در لین آورده میش و متاسفانه که چیزه دختر نازنینم میترایم قدر صدا را نمیشنوه، صدا رو نمیشنوه و گناه خودش برازی که چیز نکده صحیح صحبت نکده، ولی پیداش میکنیم. شما یک لحظه برای ما وقت بدین، ما میترا جان رو در لین صدایش میارم. میترا جان صدایتان صدا رو جور کنیم، مایکتان رو جور کنیم. خب باشیم خیلی که ما یک کار رو دیگه کنیم. ما در مسنجر براتان زنگ زدم. بله من ساوند ندارم با تا صحبت شما. چرا ساوند؟ خب پیکچر تا بام در اونجا کمره تا آن کن از اینجا گفت بزن. صدا رو میشنوید خانم کوزار صدای میترا جان؟ بله 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 شنیدم. شما پیکچر تا اینجا بانین این از اینجا صحبت کنین ساوند تا از اینجا میشنوید از مسنجر. بله میترا جان گلیم ساوند تا دمی مسنجر بون پیکچر تا پس آن بکو در زوم راستاس مزلت میخوایم سوال استم فکر میکنم ازم یک تلفن استفاده میکنن اگر در کمره را آن کنن فیسبوک جواب دادن هم میتونم آه مادر میشه کمره سایی نه سرچپه ساخته میترا جان نه باز سرچپه ساختیم خدا اول سایی بید این حال سایی شد این حال دستش نزنیم سایی ای باشم کنم دیگر صحیح است این همه تر شما میتونیم گفت بزن صدایتان صدایش مه سایل جان درست است؟ انوست من ایست میداریم هستین هستین شما پیش مردم هستین مادرتان هم میبینین سلام میتونین بتین و حرفتان هم آغاز کنین که وقت ما کنم من نمیبینم ما میبینم خیلی که شما نمیبینین ما میبینیم اتانا دیگر شما فکر کنید درود مهر حضور دو گرامه را دو ارجمندم یکیش ماما جان نهایت عزیز و مهربانم که سالهای سال از زمانی که ما به دنیا آمدیم کل کمی به هستم و همچنان امشب گفتمان بسیار نازنین و بسیار مهربان با استاد گرانمایه استاد معزز استاد راستای عزیز دارم
و همچنان سلام و حرمت حضور تک تک بیننده های برنامه بسیار در محتوای شما. تشکر میترا جان گل بند که از گپای تشریفاتی بگذاریم. یگان مرتبه که من صدای خودت را میشنوم شعر که دیگه من میکنی. 30 سال پیش مادرت یادم میاد که در سر استیج است و یک شعر میخوانه. زیاد میتونه 5 سال قبل خب من یک 15 سال شکم کردم که میترا دخترم سلام سلام چطور هستی؟ سلام مادر جان نوزنی خوب بدت خوب هستی؟ خوبانت سرت چپ دخترم یا امی که اینا 30 سال میگن تو بپذیر بچیم دیگه فکر کن دور آمستی که من هیچ مجازاتت نمیتانم. خب بیاییم که از شما بشنویم. اگر من کمره را باور کنین کمره شما را آف کنم کل مردم فکر میکنن که خانم کوزاد از شیر میخوانن. حتی اگر شما بخوانین و تصویرتون نمی بود فکر میکنن که خانم کوزاد میخوانن. یک قطع شیر بابیتان را بخوانین که باز از اون شما خدافزی میکنیم و پس میایم که ماما جان شما و نتورت بسیار ارزمند ما گفت. خواهش میکنم. نه. تشکر میکنم استاد راستای عزیز جناب راستای نازنین که دخترم که ما یک سال میشه که ندیدیمش شما آوردین روی صفحه و ما بسیار خوشنود شدم. بسیار یک تحفه غیر منتظره برم دادیم. بسیار خوشنود. حالا باشیم که ما کمالایشان را ببینیم که اینجا ما و شما یک قطع شعر بخوانیم که مردم ببینه که شما چقدر آوازتان شباهت داره با در گیرد. یک لحظه خیمه اجازه دارم. چنانچه من افتی قبل در برنامه لایف استاد معزز استاد راستای گرامی حضور داشتم که یکی از دوستان مرتب کردن همچنان به ایمان شما خواهیم میکنم دکتر نایبی و هم خود از امو استاد گرامی هم را به تماس شدن و میخواستیم که ماما جان من البته خانم گوزاد بسیار نازنین ما یک سرپرایز بدیم. استاد گرامی من فقط دو شیر تاییدی بریم که البته از کتاب پدر جان است. یک شیر است یک کمک عشقی یک شیر است یک هوای وطنی داره ولی خودم اگر من اجازه بدیم دوست دارم تا یک شیر که هوای وطن داره خدمت عزیزا بخوامش بگیرم. بفرمایید خواهش میکنیم. خوبانتون دیگه کمبودیا را قبلا گوزش می طلبم مخصوصا با حضور ماما جان ببخشید دیگه. بخواهش میکنم بفرمایید. عنوان شعر است زخم ناسور. واو چه زیبا بود که دلهای همه پاک از ریا می بود. حریم خانه دل روشن از عشق خدا می بود. دهای خاکساران آبروی اغنیا می شد. اگر یک تک نان خوش در دست گدا می بود. اگر از گلشن وحدت گل امید می چیدیم چرا این ساز یک رنگی به کشور بی صدا می بود؟ زمین خانه خود را به خون خیش تر کردیم. چه کم می شد اگر چشم ما مذرب می خواهیم چه کم می شد اگر در چشم ما یک نم حیا می بود؟ تماشاگاه عالم گشته ایم از بی ثباتی ها. تماشاگاه عالم گشته ایم از بی ثباتی ها. چه زیبا بود اگر لطف جهان به مدعا می بود. اگر بیگانه را با دیده بیگانه می دیدیم یقین دارم کلید خانه ما دست ما می بود. اگر دوستانه با نیرند افسونم نمی کردیم چرا این خاک بی صاحب همیشه زیر پا می بود. اگر یک دل به حال بی پرستار وطن می سوخت چرا یک زخم ناسور به قلب آسیا می بود. چه زیبا بود به جای این همه نیرنگ بازی ها
اگر پیمانه دنیا پر از صدق و صفا می بود، اگر محراب تقوا سجدگاه عشق ما می شد، به جای دست خون‌آلود ما دست دعا می بود. به آتشخانه افغان دگر بازی نمی کردی اگر یک صفحه این تاریخ من پیش تو با می بود. بگو از من به آن ویران سازان وطن آزاد، بگو از من به آن ویران سازان وطن آزاد، چی می شد یک دل آباد؟ سوغات شما می بود. بسیار زیبا، بسیار عالی. یک دنیا سپاس میترا جان گل و عزیزم، و امیدوار هستم که یک روز امو رد پای خانم کوزادا اینمی شکل که هست تعقیب کنین و امی زیبایی را نمانین که تا آخر تنها برد یک جای تعقیبش کنین. یک دنیا سپاس از حضور شما. اگر اجازه تان باشه حرف دیگه نداریم که ما دوباره برگردیم به صحبت های خود. با سپاس فراوان از شما و همچنان به چشمان نور بخشید که مبا جان من از طریق برنامه بسیار پر متوجه شما دیدم. دیگر تا فیلن هم باشم صحبت نکرده بودم، خواستم امی درخشش من برشان یک سرپرایز باشه. شب خوش، حتما پای برنامه تان بید. نفس مادر همیشه بر من درخشش داری، چی ببینم چی نبینم در قلبم هستی، تصویر در ذهنم هست، در قلبم هست. همه شما را دوست دارم، قربان سر دختر، خدا نگهدار. تشکر خانم میترجان. خب خانم کوزاد، آمدیم پس سر اصل گپ که سر اولادا شد. حالی برازی که ما یک ذرا وقت هم شروع کنیم، بیاییم یک کمک بران سر ازی که چیگونه به مدبوعات آمدین، بسیار سوال شده در این مورد. اما در این مورد سوال میکنم ما که خاطره هایتان از نخستین روزایتان در مدبوعات بگوین و احساساتتان، عاطفه هایتان و ای که آمدین در تلویزیون و چگونه شرایطی بود اونجا. اینی مسائل بسیار جالب است به خاطر از اینکه شاید بسیار بسیار آموزنده باشه برای نسل جوان ما که یک روزی از تجارب شما باز از خاطرهای شما استفاده کنم. بفرمایید. اما یک چیز میخوایم قبل از اینکه من شروع بکنم برتان بگویم. بله. پیرامون ای که شاید هر خاطره ما که شامل خوب و زشت است باعث آزردگی بعضی از دوستان گرامی و هموطنان عزیزم گردد، بعضی کم، اما ناگزیر هستم باید بگویم. وقتی که یک قصه برتان کنم، وقتی که استاد کوزاد رحلت کردن بسیار بر من ناگوار بود. شما فکر کنین که یک عمر، اگر بگوییم که حیثیت پدر به من داشت چون پدر نداشتم از طفولیت، اگر بگوییم که حیثیت استاد بر من داشت کوهزاد، اگر بگوییم که بسیار یک همسر مهربان و بسیار یک همسر صمیمی و بسیار یک شخصیت مؤدب بود، شما باور میکنین و یک انسان بسیار متواضع تا جایی که من از پشت تلویزیون، من تا جایی که فکر میکنم که میگن پیامبر بزرگ اسلام تکمیل بودم، ولی من که میبینم که کوزادا هم از اونا نبودم. چون ببخشین که من یکان دفعه از دیدی گپ نیزنم، من خواهش میکنم، خواهش میکنم، اعتراض خانم کوزاد که پیش پیامبر اسلام یک زن آمد، خب یک سوال مشخص کرد. باز پیامبر اسلام گفت که اگر خدای وجود نمیداشت، خدای دومت شوهرت بود دیگه. اینا رو من شما رو ملامت نمی کنم. بله. خب بیاییم سر ازی که بله. من بسیار شوق داشت. بسیار زیاد. مامور، خب همی که ازدواج کردم، طفل آمد نوما بعدش. دیگه من فرصت از این نشد که خود طفلم یک کمک کلان شود، باز میرم درس خود ادامه میتونم بازی. اتفاقا که آمدم به تلویزیون، وقتی رفتم مامور شاروالی شدم در صدور نقشه ها،
بله. من هیچ نمیفهمیدم. هر روز مجلات ایرانی را زن روز و جوانان و چینین و بانوان اینا را اطلاع دفتگیره امرا این بسته بسته میبردم. این بالا هم یک دانه میز چوکی بر من مانده بودن لطف کرده بودن. با اون وقت من 18 سال داشت رفتم و مامور شدم. دیگه کس فکر نمی کرد که من ازدواج کرده. ما متوجه اطرافم نبودم. ایره عمل بر غرور من میکنه بعضی دوستا یا بعضی هموطنان که بیشتر یک زن مغرور بود یا یک آدم مغرور بود. نه، من فقط با خود بودم. دیگه هیچ متوجه اطرافم نبودم که چی گپ است. کی چپا میشه، کی مفته، کی زوف میکنه. خوید شوخی میکنم بخاطر که یک ذره بینندهای عزیزم بخندن. این خود ستایام نیست، لافام نیست، من شوخی است تنها. ایام جوانی هم طرف میباشه. کوزاد همیشه میگفت که جوانی شعبه از دیوانگی است و ما رفتم اونجا و خلاص یک چوکی بازودارم داشتم. این همه چه تستای من میماندم و تا وقتی که رخصت میشتیم مجله میخوانم و هیچ کس هم مرا نمیگفت که تو چی کار کن، چی کار نکن. من فکر میکنم ما بین این کارهای چلاقه ندارم. برای چی ما خیلی ساخته شدیم؟ باید یک چیز خوشه هم بر معلمی ملاقه ندارم، ماموریت ملاقه ندارم، وزارت صدارت بر ما نمیرسه. من خو یعنی مثال میگم وقت به این فکرها نبودم. خب به هر صورت که after ثور after ثور آمد و دم آغاز after ثور که آقای ترکی و اینا بودن ایچی شد یک دم کل گفتن همه چیز به هم خورد به اصطلاح به هم خورد و باید به شاروالی حتی دخترها و زنها و اینا بخوانن جست و حرکات بخوانن و یک رقم شوخی ها بین مرد و زن و همین مغز یک کمک پاشان شد. من هم آدم گوشگیری که بودم هم گوشگیر. یک بار سرما اینا یک حرف را گفتم که گویا من یک فیودال هستم، فیودال زاده و اشراف زاده هستم. اشراف زاده، نه اشراف زاده خوب بودین و امیالم چهرتان به اشراف زاده میمونم. لطف بکنیم، اونا هم میگف هم میزدن خواه یک دخترک سرشار نازنین فکر که 18 ساله من میرم کار میکنم ندگه کده همراه مردای کلان چی گپ دارم او که ما آمرم هست میگم سلام که نیست سرشار دیر میشم به تفاوت و اینا کارشم هم اگر بود. باز وقتی که اینجا دیگه یادشان بخیر آقای شیراقا عرقب شاروال بودن اینا وقتی که رفتن و بر شاروال صاحب گفتن که خب بگه حال خب ستاره شب بود چطور اینا که هست باید ما کنسرت ها بگیریم ولی کنسرت ها خانم ها بخوانن، دخترها بخوانن، ترانه بخوانن، این تقسیمات باید شود که تقسیمات کرد آقای حرکت. همی آقای حرکت هم زنده باشم ندیده مرا شناختم. همی خود گفتی از اینا اشراف زاده است. مرا گفتن که اینی این دگرار دلتون اینمی خانم تنها چی باشه انانسر. من دیگه دلم میلرزه که او خدا ما چطور کنم که اگه مرا بگویم بخوان یا جست حرکت مخلیچ کدام شاید ندارم چی کنم. ما خلاص گفتم خوی لای شکر خیر ببینین و این شوق داشتم برای از اینکه امونجا که نتاقانه و ما بسیار همی فوزی جان میترا را شکلش به تلویزیون دوست داشتم اما میدیدم که همی انانسرهای تلویزیون همیشه دستای خود اتر به سر میز میماندن و همی کاغذ هم آکم میگرفتن یک پاراگراف از روی کاغذ میخوندن هر شب یک پاراگراف این چیز. خب من میگفتم مقابل آینه تشناب استاد میشتم امیر هم میگفتم امیر خب میتونن که حفظ کنن یاد کنن خب این شوق هم داشتم امیر بود که دستگاه ساوند و میوزیک و اینا میامد از رادیو در اینجا یک جوان بود که بعدها فهمیدم نامش بعدها هم کار شده معروف غزنوی بود خدا مغفرت شد یا آوازخانه بیستد نه نه او عزیز غزنوی عزیز غزنوی معروف غزنوی و شعبه موسیقی ای پرودیسر بود یا دایرکتر بود یا مامور بود خود کار میکن ای آمد و امونجا بود که من انانس دادم بله انانس و انانس و خوب ای با بسیار خوبی و خوشی دیر شد و بسیار شعر یاد داشتم راستی رو بر تان بگویم که
پشتوانی ما در فن نطاقی مطالعه ما بود. ما سنف شش مکتب بودم که امیر ارسلان رومی را کتاب او را سرما مادر ما مادر کلان ما اینا میخواندن یا قصر گوش میکردن. من میخواندم و اینا قصر گوش میکردن. این اولین کلاس های نطاقی شما کده مادر کلان مادر کلان امروی مادر کلان بود. بعد از او هر شب ما غرفه یک غرفه بود با کارتی پروان زندگی میکردیم مقابل خانه ما قرطاسی فروشی که کتاب کرایه میداد. یک دانه کتاب دو افغانی بود یک شب. ما کتاب های امیر مایکامر و امیر شیری و کیو کیو این اینا را پلیسی و جنایی و دختران چطورک های قرن بیست و اینا را دختر فروشان قرن بیست جنایت بشر و دختر فروشان قرن بیست. اینا را هر شب ما یک جلد کتاب خلاص میکردم و سبایش ایتون یک شوق داشتم. وقتی که منزل کوزاد آمدم دیگه اینقدر کتاب ها بود اونجا، اینقدر مجلات هر هفته برای من میامد و اینقدر همه چیز فراوان بود. کتاب ها که از شاهنامه و بینوایان ویکتور هوگو و از چی و از چی و از چی و اینجا یک درس دیگه شد، یک فاکولتی دیگه بر من شد زندگی هم باید گوزان. خلاصه این مره گفت آیسته که شما بسیار خوب صحبت میکنید، چرا تلویزیون نمیدیم؟ یک کاریم دیگه همه تو طلایی زرد است یا طلایی است. اولین نفر من مویار طلایی کردم که یک قصه خوب هم داره باز. این در فشنشو آرایشگاه کابل یک فشنشو گرفت با زایر ویدا گردانندهش بود، خدا مغفرت کنه. مرام در جمع دیگرها انتخاب کرده بود که من چی باشم دوی فشنشو تیر شد. باز نام مرا خدا مغفرت کنه زایر ویدا وینوس مانده بود اونجا. بله خب ایرا ای پشتبانی ما بود. بعد از او این مره گفت که بیا رادیو، اینه تر اینه تر تلویزیون است، رادیو سی نیست. خمه بسیار سطحی تیر کردم و سرش زیاد فکر نکردم. دیگه دفعه بازم، دیگه دفعه دفعه سیوم من گفتم من ندیدیم رادیو را، امی آدرسش نمیفهمم. شما فکر کنین چقدر ما چشم و گوش بسته بودیم. مادرم دو تا دختر داشت دیگه چه قسم ما را نگاه کرده بود. گفتم نلیمی آدرس را برمیشته کرد. حال دیگه ما به شعبه انجینیری تبدیل شدیم عقب پارک سینمای پارک شاه نو. خوب یادم از رئیسیتان هم که بنام سروش یک کسی بود و نتیک میشناستم یک آدم بلند سیاست چیری خالای چیچک یادشان بخیر بسیار شریف آدم باورشان نمیدونین بود از ایراد بودن فکر کنم نمیفهم دیگه. بله بعد از او در اینجا مرا که گفت امی همکارایم دیگه بسیار اصرار میکرد انجینیر بولی جان حال دیگه امرای انجینیر ها کار میکنم و ما نقشه کشی میکنیم. بله باز نقشه رو اونا ترتیب میتن، ما توش میگیریم و کاپی میکنیم. اینا مرا کشان شله شدن که برو چرا نمیری اما قدر چه که یعنی که برو خلاصه نگو که چی حال از در اونجا نگو گفتن برو همون ساروان که میگوی برو برو شد دیگه ما هم رفتیم ما هم رفتیم. ای عزیزان عیازی خدا مغفرت کنه شوهرشان آقای عیازی اکبر جان عیازی که به رئیس چی بودن در صدای امریکا بخش هفت کشور. خلاصه که هنوز ازدواج نکرده بود مرا گفت که بیا بریم زکیه. بسیار مرا اصرار کردم کار بودیم. بله من گفتم من این عزیزه خون برفتیم رفتیم از پشت سر رای تکنولوژی رای راست مانده از رای چپ رفتیم. بله در اونجا کار میکردن ای عسکرای شوروی آمد که ما همتو دو نفر خانم به محابا داخل میشیم از سر ساختمانی که هنوز تکمیل نشده. ما فکر کنم خانم کوزاد شما اینمی دورانه که قصه میکنین زمان است که دیگه وای روز آمده و سال 1980 است و بله با زمان بعد از شش جدی ما بعد از زمان برکارمل بوده. بله بله تو یک دوری اختناق بود، یک دوری ترس بود، یک دوری وحشت بود، یک دوری قصه انجینیر قصه آقای احمد شیراق حرکت
بله چی گپ شد با اونجا؟ خب ما رفتم تلویزیون، خلاصه رفتم تلویزیونی از کراب ما اجازه داد و رفتیم و دفتر نتاقا که رفتم، ابراهیم خیل صاحب یادشان بخیر ششته بودن و امی فوزیه جان میترا و آقای یک کس بخیر امونجا بودن. خب خلاصه از ما پیش شادان صاحب رفتم، شادان صاحب سر نتاقا نشته کرد، نتاقا ما رو روان کردن و امتحان اما رو صد تن از مردم امی جوان ها علاقه منده آمده بودن که امتحان نتاقی بود. بله. خب بالاخره ما موفق شدم و رفتم و 20 روز ما اعلانات چی را خواندم؟ اعلانات تجارتی نسوار دهن. بله. بعد از 20 روز به رادیو که من هیچ با تلویزیون و با اینا سابقه نداشتم، هیچ یک چیز صفحی تصویر ما ببینم هیچ. یک روز مرا امی مدیو صاحب نتاقا گفت که زکیت فردا شب آنانسر تلویزیون است. بله. ما دیگه افغان قبول کردم، بسیار و خطام شدم، پذیرفتم. بله. رفتم به آرایشگاه مرا بردم، نگه من هیچ جای بلد نیستم. آها. مریم جان صدیق خدا مغفرت کنه چقدر زیزار داری؟ از دست دادیم ما شما. از دست دادیم، بله. چقدر عزیزار. دیگر آرایشگرها ششته بودن، من را گفت، مریم جان گفت که بیاین که شما آنانسر هستین، بله بیاین که آرایشتان کنم. نه، گفت من مقصه ایستم. موی تاران کردم، نه من مقصه ایستم. دال دل من میلازه که خدا نیش شکل قواری من چخصم بیایه، حال من چی آرایش کنم؟ هرچی باد آباد. بله. موشو رفتم. یک دفعه یک آرایشگر دکت بنا مالیا جان ای صدا کرد که زکیه جان امشب دیگه امتحانت از برد باختت است. تکان خوردم از این امتحان، بسیار این ناپلیون ترسیدم. و همینجا اجازه بدین که یک حرف خدمت شما بگویم که او زمانایی را که خانم کوزات قصه میکنم مثل حال واره که با کمپیوتر و تلویزیون و سوشل میدیا و این آن بسیار به سادگی دسترسی داریم و هر کس که دلش شده یا آیفون خودم میگیره میخونه تو نبود، یک وهم داشت، یک ترس داشت، یک اتوریته داشت مدواد و خصوصا تلویزیون. چی یک نظمه بود، او میار داشت و به اصطلاح تایکون که میگن امو به قوی ترین جورنالست ها مثل شادان، فریده انواری، بله امین نتاقا کلش کسایی بود که یک جانه انواری خوب بهترین دکلماتور ما بودن که اونا دکلمه میکدن و من سلسله حرفایتان قطع نکنم بفرمه من متوجه باشم که من یک ذره میگستم که از پنج نه میگستم که به پنجا رسید به پنجا میزنه به چند جا یکیش همی که ریافت سراموشی دیگهش از یادم رفت. شما از پنجا پایین هستین خانم ای زنده با نام خدا همیل گل وارد معلوم میشن. خب میاییم پس سرمو جایی که گفتین که رفتین و ما دیگه ششتیم با اولین برنامه تانه دیگه شروع میکنیم اولین برنامه رو شروع کردم و استودیو یک دفعه کلگی امی تکنیکرا و اینا دایرکترا اوه گفتم شاویه بر ما روان کردم امی یک را دست ما دادن پنج دقیقه پیش از شروع پروگرام امو کاغذ امو تکس سابقه را دگر که بین دای عزیز اینم شاوی میره داریم این میره دادیم خلاص گیره که مدید هم گفتم میره خوالا ما دگر پر هستم چون معلومات دارم، چون مطالعه دارم، من یک آدم اشتباهات ما که داشتم او رو به وسیله کوزادم حل و فصل شد و من خودم میتونم که نشته کنم هر چیزه، انانسر و در اینجا گفت هو امشب کارمل صاحبم سفر کردن و اخبارم مهم است، شب مهم است و انانسرم نو است دیگه ضربه دیگه تکن ما از این آرایشگر پرسان کردم که امشب خب میگین امتحانم است چطور ما بفهمم که قبول شد گفت اگر وقتی تلفونا آمد و گفتن که این بسیار آلاست اون از مردم قبول استی و اگر نه که ردت کردن ردت میکنن دیگه شما اینم امشب من خبرم میگین در پشت کامپیوتر نخیر آنانسر مستقیم هستم بعد از 20 روز که ما به رادیو آمدیم او بسیار مدت کوتاه است بله این چیز ما از تصویر خود ندارم این تجربه ندارم که من چی قسم خود برای یعنی تا بال دیگه هیچ شما پشت کامرا نبودین یکی هیچ هیچ بله همینجا خدا رو یاد کردم بسم الله گفتم رفتم دیگه یه مرا یک ذره کینام مرا تکان داد که میگم اون سر نو امشب مهم
بله. خب ششتم بعد از بایرق و گپا آل من نمیخوام که من چی وقت شروع کنم. اتفاقا وقتی که من آمر کلوپ شاروالی بودم در اینجا ما بسیار مختصر میگم، خلاص میگم در وقت شما. بله وقت ما را خیره که قصه‌های شما زیاد است و این اولین نخستین برنامه نیست که شما اینجا تشریف دارین. این آغاز کار ماست و داینده ها متوجه باشین که این خاطره ها را ادامه میتید. باز ما را بیدار خو میسازید. ما از نماز صبح که خیستم خو شدم، پس خیستم، باز خوابیدم، باز پس بالاخره دیگه دفعه که خوابیدم بیدار شدم ساعت 9 صبح بود که دویدم که با ویلا ناوقت شده. خب ما خانم ها یک زرگک موی ترکدن داریم یه ترک پا دیگه، و اگر نیک تیار نکنیم و یک زر سر سامان خود درست نکنیم با شما دیگه با آقایان چی فرق میشین دیگه؟ خیلی یعنی دیگه مثل ما و رایبادم میشین خلاص. مویا جنگل و زخراب شما امی مادر کلانم خدا مغفرت شان کنه همیشه میگفتن که زن صورت مس داره، مرد صورت کپک داره. کپک زیباست به هر حالت. بله. مس یک جلایش داره بعد از یک مدت از بین میره. مردا هر قدر قسمشان پیش بره جذابتر و پخته‌تر خراب که کونه شود نشه دیگر داره. بله. خب خلاصه که شیشت عالمه نمیفهم که چه وقت شروع میشه. با این کمرمن شمس جان بود که با کلوپ ما میامد و این هر روز از ما عکس میگرفت. پولاروی تو عکس میگرفت و اینترگپا با محافل عروسی هم که با اونجا میشد امیده همراهش قرارداد داشتیم. این رو میشناختم، خوشحال شدم، گفتم شمس جان امین من چی بفهمم که شروع میشه؟ گفت اینجا چراغ روشن میشه؟ من قوار خطا خواد شدم که او چراغ اگر نبینم چطور کنم میده نتانم. گفتم گفت خیمت دست خدا اطور میکنم شما شکر آه گفتم میدونم میفهمیم. وقتی که گفت شروع همین صدای قلب من خودم میشنیدم که میگفت دم 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 ای از تک تک برامده بود. میترسیدم که با میکروفون که چقدر اساس از میکروفون های رادیو تلویزیون از او تیر نشه مردم نشنم. اما لبخندم چی مانا داشت که دیگه این آمدیم دیگه هر چیزی که استم دلتان میپذیرین دلتان نمیپذیرین. یک لبخند کردم و با یک زاویه نشستم، یک زاویه دادم از تو کمک زاویه و بیمه دور دادم نشستم. کاغذه که از اینا رو سرمیز ماندم و شروع کردم خودم گفتم و گفتم و گفتم و گفتم از خود. با وقت آخر برای اطفال هم گفتم که اطفال نازنین ما شما را زیاد نمیبریم، این شما کارتونی که تانه ببینین بعد از این باز ما از شما میپرسیم که چی نتیجه گرفتید. بله. که دیدم که ام کمره آیسته 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 خاموش شد بسیار دیر با و مجرد که ما بر آمدم دیگه تلفونا شرم میزنه و دلیز هم انفارمیشن بود و این استودیو بله. که شادان سر زنگ زدن گفتن زکیه رو بده زکیه دیگه دل ما میل از زکیه شادان سر میگه که تو چی کردی به به ای تصویر از کجا کردین شما صحبت تا نکنین دیگه شما کار خود کنین من کار خودم میکنم بسیار به 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 ای بر من بلکل نو است بخاطر بله. که هزار قطع عکس داشتم کل عکس ها چور شدن وقتی که ما برآمدیم. بله بله ما دم جریان صحبت شما اگر اجازهتون باشه دیگه هم تو بیمه ها یکان چیزایی که خودم دارم پیدا کردیم امور هم بسیار خوب بسیار خوب. خب بعد از این خلاص شادان صاحب گفت که تبریک میگم بسیار مقبول بسیار آلا بسیار شادان صاحب تصویرم چطور بود؟ حالا صحبت خود فهمیدیم که خوب است تصویرم چطور بود؟ بسیار خوب بیا تصویر هم با سیاسفید بی هم برنده خب یک نفر از امونجا گرفت بال شو است دیگه میترسم ما بسیار از تاریکی میترسم. مرا بردن اتاق شادان صاحب بر ما ماندن هم سیاسفید هم برنگه حال خودم دیدیم از خنده دانم پیش نبود واوی مستم. خب باز دکتر سبیدر مسعود که چی نازنینه بودن شادان صاحب بر خودم بودین بر ما زنگ زدن که زکیه تبریک میگم فوق العاده بود. این مدیر صاحب نتاقا خدا یار جانشان چی کرده و می جایی که تانستن تلفون کردن نتانستن مکتوب روان کردن
این کمیته مرکزی و وزارت کجا که امشب آنانسر نوست ببینیم. بله. قبول میکنین یا نه؟ اینم اینجا ما میخواییم شما را استاپ کنم. یادتان نره گپایتان. بله. گپایتان یادتان نره. دعای عظمتت ای شهر آفتاب شوم به شاخ پرز گلت چون پرستوهای بهار ترانه خانم و در عشق تو کباب شوم وطن هماسه مهر تو بر لبم جاریست وطن هماسه مهر تو بر لبم جاریست ز راه تو نکشم پای گر عذاب شوم حریب و بلخ و بدخشان و غزنت نازم فدای صخره سالنگ و فاریاب شوم. تشکر. ممنون. خانم گزاد ببخشین که ما برازی که بیننده ها را نشان بدیم که ما نه کم میگیم نه زیاد میگیم چیزی که از اینه نخستین تجربه شما بفرمایید صحبت امیدوار هستم که فراموش شما نشده باشه. بله خب همین بود که بعد از این ما پذیرفته شدم و ببخشید یک لحظه معذرت میخوایم که از پیش ما یک خرابی شد که ما باید چیز کنم خاموشش کنم. بسیار ببخشید بفرمایید. فردا ساعت 8 آل دیگه ما خو فرداش ساعت 8 صبح مرا چی فدوه جان انوری که مدیر عمومی اداره هنر و ادبیات بودن بعدن باز رئیس اداره هنر و ادبیات شدم اینا مرا خواستن. بله من که رفتم فدوه جان گفت که بس تبریک میگم دیشب دیدمت بسیار عالی بودی، فوق العاده بودی، اما متوجه باشی این حرف یا این نصیحت فریده جان عزیز ایچ وقت زیادم نمیره که تو خود هر جل نسازی اینال امروز که تو را دیشب دیدم امروز دیگه تمام دایرکترهای برنامه ها که بازگر است که کارگر است که چینی است و آهنگر است و احمد است و محمود است ای به تو میای مراجعه میکنه و دعوتت میکنه به برنامه خود گردانندهشان باشی. تو فقط خود نگاه کن مربوط اداره هنر و ادبیات است مطالب هنر و ادبیات تو باید بخونی. گفتم خوب تشکر. باز یک ذره گپ زدم رایم باز یک مضمون برام دادن که ایره بخوانم دیگر روزش حل بدم. سیما جان شادان نامده بودن البته هر شام خونده بود چطور مرا گفتن که تو برو بخوان امی مجله را. خب ما که وقت گفت یک دفعه این مطالبه برام بخوان مطالبه که برش خواندم نمی قسمت گویت انستیتیوت کامت خوب گوش کردن و گفت که بسیار مطالعه داری؟ من گفتم بله. گفت از چی وقت؟ گفتم از طفولیت. از نوجوانی. گفت من فهمیدم که تو بسیار باید مطالعه داشته باشی. بسیار خوب است. و چون به خانواده کوهزاد که خانواده خودم شده بود این کوهزاد و علامه احمد علی کوهزاد که بسیار یک شخص شکسته بود و مرا همیشه مشوق میدم میگفت که تو ای را پیش ببر بسیار موفق میشی. دست من میبوسیدن به او بزرگی خود و اونا مرا به عنوان یک شخصیت پذیرفته بودن با وجود که سن بسیار خرد داشتم اما بر من میماندن ریکارد کنفرانس های خود خود اونا استروک کرده بودن و زبانشان کمک لکنت داشت باز میماندن از فرانسه و از ایتالیا و از اینجا. به هر صورت امی ادای حروف ما بسیار خوب یاد داشتم. حالا میبینیم بعضی از دوستان که فاکولتی ادبیات خواندن بسیار تحصیلات عالی دارن این گپا مگر فرق ه و عین و الف و همزه را ندارن متاسفانه. بسیار عالی خانم توزاد. در این رابطه امروز یک تبصره جالب یک آقام نوشته کرده بود امیدوار هستیم که وقت باشه که حداقل بر دو سه دقیقه ما او تبصره از آقا را بخوانم و در امی مورد باز ما یک برنامه دیگه خواد داشتیم یادتان باشه. از توزاد بزرگوار یاد کردین یک لحظه به ما اجازه بدین که یک یاد از اونا بکنیم و ما
اگر اجازه تان باشه یک چند لحظه یک کلیپ هم میمانم، باز بعد از او به صحبت های خود ادامه میتیم اگر موافق باشید. بسیار. زبط حال وطن را زار کردند، زهستی مردم بیزار کردند، بزور راکت و چور و چپاول سراسر خاک تار و مار کردند. جوانان وطن برباد رفتند، دنیا با دل ناشاد رفتند، کسی سوی عدم از دست راکت، کسی دیگر ز دست خود رفتند. الهی کابل و ایران نبینم، و خاک و خون همه یکسان نبینم، ز دست دشمنان روز نیاید که چوک و جاده و پهمان نبینم. چراغ شهر خاموش است امشب، فلک از غصه مدهوش است امشب، خمیده قامت فرزند کابل، مگر مادر سیاه‌پوش است امشب. ببخشید خانم کوزاد، بفرمایید. فقط یک یاد از کوزاد بزرگ کردیم، زنده یاد کوزاد، و همین کلیپ چون پیش ما بود از اونها یاد کردیم، به مناسبت ندانستم که همینجا بگویمش. بفرمایید صحبتتان ادامه بدید. ما که در مورد همین گفتم که یک بعض محدود افراد هستن که همین گوشه رعایت نمی کنند، اطور به این مفهوم نیست که خدای نخواسته کل مردم ترسنه. ما دانشمندان داریم، ما شخصیت ها داریم، ما کسان داریم که در این راه زحمت می کشند، برای وسعت زبان اونا کار می کنند، دیگه مغالطه رخ نده که ما کوچکتر از اوستم که بخوایم در زمینه خدای نخواسته حرف نادرست برای هموطنان عزیز خود بگویم. خانم کوزاد، شما من حیث، یعنی ما شما میفهمید که معلم بودیم 5 سال در یک میگم اتانا نیزه میخاطر درس دادیم، این را براتان بگویم که شما پروفسور هستین اصلا. خواهش میکنم، شما من حیث یک کسی که یکی از بهترین گویندگان یا به حساب عربیش نطاقایی که اگر بگویم که 0 یا 0 اشتباه در خانش داریم، ما مبالغه نکدیم، و اینمی خودش یک درس یک مکتب است که مردم ببینه و از این یاد بگیره، خصوصا گوینده های تازه و نو ما. و این حرفایی را که شما میگین به هیچ وجه توهین به کسی نیست، که به خاطر عزیز که اینمی تجارب شما را که من اینمی لحظه پرسان میکنم، به خاطر عزیز که اینمی یک درس است که نسل های بعد از شما از او بیاموزند. مقصد من این است که ما در زندگیم آرزو ندارم که یک خدشه در احساس و در قلب یک دوستم ایجاد بکنم. ما همیشه دوست دارم مردم خدا و همیشه بر ما عزیز هستم. خب این شد ای بعد از این که ما بسیار مشهور شدم و مربوط اداره هنر و ادبیات شدم، بعد که تاک بودم اما بیاین که قبل از این که ما گفتم که انانسر بودم در زمان آقای ترکی، همین ماند از جناب چراغ حرکت، بله. یک روز به لیسه استقلال بازم همون تا برنامه است و مرا گفتن، خود شاوال صاحب بر من گفتن که خود تنان سرستی و دیگرها و ترتیب میتن با 3 شخص، یکی مدیر عمومی توزیع زمین بود، یکی مدیر عمومی ملکیت ها بود، یکی هم رئیس دفتر خودشان که اسم نمیبریم. و اینا اولا در مورد اینمی ژورنالیسم و اصول ژورنالیسم و اینا، یک روز حتما
انشالله صحبت میکنیم. حتما. بله بله. خب گفتم که خودت برو اونجا. ما رفت با لیسه استقلال که دیگر نزدیک شروز که همین ما بفهم که کیها چی میکنن. اینجا که رفتم که همین سه عزیز استاد هستن، گفتم چطور شما آمدین؟ ما گفتم شاورال سب من روان کردم که من آنانسر هستم. گفت ما آنانسر داریم. بله. شما ضرورت نیست، ما آنانسر داریم. خب گفتم یعنی ما کار نیست؟ نه به هیچ صورت. تشکر گفتم برآمدم آمدم بر شاورال سب گفتم که اینو آنانسر داشتم. ما دیگه آمدم ضرورت نیست بر شما اطلاع دارم. گفت نه امکان نداره. آنانسر خودت است. کی اونا بدون اجازه من گرفتن؟ کی رفت؟ خب من رفتم دوباره من روان کردم. دفعه دومی گفت برات گفتیم که ما ضرورت و شما نداریم. بفرمایید دیگه نیاییم. من گفتم من شاورال سب روان میکنم. من تقصد گفت نداریم ما ضرورت. برو. اینم تو بگه بموزش کی بره. یعنی دمی ریاست ساختمانی یه پر کسی گفت. بشاروالی. بشاروالی بله. و ما اون وقت هنوز چی بودم؟ مامور صدور نقشه ها بودم، دفتر صدور نقشه ها کار میکردم. بسیار خوب، بله. اوائل کارم نمید. بله، بله. پس آمدم به شاروال سب، گفتم شاروال سب مرا گفتن که میتر ضرورت، حال من نمیدم که اونا چی گفتن، چه قسم وضعیت کردن. گفتن ما خود ما داریم ضرورت نیست. گفت ما میخواییم شما باشیم، شما ما بیاییم شما پایتونم اونجا باشیم. گفتم شاورال سب خواهش میکنم. من دیگه نمیرم. گفتم من خواهش میکنم. من نمیرم. گفت چرا؟ گفتم بسیار توهین آمیز امرایم برخورد میکنم. گفت خیم اینجا شما بشینید. من با اتاق شاورال سب شیشتم و اینا خواستن عرصه دم. عرصه دویده و خاک بارکده آمدن. که آمدن شاورال سب گفت که چرا؟ اگر شاورال سب مشنوه نیره یقین دارم که تایید میکنن و بعد از اون با چند سه شاورال سب دیدم امیر یاد کردم در حضور تمام تماشاچی ها و گفت که چرا نیمین؟ گفت ما به این ضرورت نداریم، ای سر ما پوز میره، ای بیشی ها مغرور است، ای هم رای ما گپ نمیزنه، ای ما را احترام نمیکنه، ای چه امتیاز داره؟ از خاطر کی اشراف زاده است، از خاطر کی فیردال است، دگاه پیش ازی برقصه، دگاه پیش ازی بخونه، ای چه امتیاز داره که بیای سردگرا آمر باشه و انانس بده؟ نه؟ یا بخونه یا ما بخونه یا که ما نمیمانیمش. همینجا شاروال صاحب میگفت میخواستم چیزی بگویم که خون زکیه به جوش نامد. همین رگ غیرت زکیه است پیشون چستاد. من گفتم شاورال سب با اجازه بتین من همین جواب از اینا را ما بتم و از صراحت خدا معذرت میخوایم، صراحت لهجه معذرت میخوایم، من همین حرفای دل خدا بر از اینا بگویم. گفت بفرما. اینا هم شیشتن. من گفتم که وقت شما مرا اشراف زاده میگیم، وقت فیودال زاده میگیم، یک اشراف زاده را مزدورش من مثل شما واری دهقان داریم، باغبان داریم، گادیوان داریم، رمچران داریم، ببخشیم دیگه. معذرت میخوام. من گفتم که گایه اما تو میشه، اما ما بسیار دوستای نازنین از خلقی ها داریم. ایران نگفته نباید بگذارم. مثل آقای اسدالله پیام است، مثل دیگه است، مثل خود شیراق حرکت. همین سه نفر هدفم بود. خب درم دادم. گفتم شما تازه آمدینا. غرور من جریح دار ساختم. تازه آمدین، نو با سدرت علم عادت کردین، موتر جیب دارین، قارین زیر پایتان انوار شده. گفتم ما زندگی های شما رو دیدیم که در یک اتاق، در یک طرف چپایی ماندگیست، در یک طرف گوسفنداد زیر چپایی، در یک طرف مرغا و سرش شما میخوابین. این همه تو گفتم. و گفتم ما چطور یک اشراف زاده و دیگه ای که آمر مستقیم ما شما نیستیم که ما شما را احترام کنم. ما دو احترام دارم به شخصیت همه. یک احترام به مقامش، یک احترام به شخصیتش. شما شخصیت ندارین و آمر ما نیستیم. یک دیدیم سلام دادیم تیر شدیم.
یک از ما چی میخواین؟ ای آرزو بر دلتان بمانه، کمرای ما دست بازی بتانین، امرای ما شوخی بتانین، بر ما فکایی بگوین، ای آرزو بر دلتان باشد. بله. ای گپاره که زدم و با شوهر ما او ما یک دو طاقه داشتیم. گفتم شوهر ما یک مامور دولت است، ای چیزها را که داریم که این قدر با خدر زمین قکاروان سرای قدر آسیاب چیزی که داشتیم و نداشتیم با مجریب و با اندازه ما بیان کردم این قدر ما داریم. بله. داریم ولی از پدر و پدر کلان است. شخصی پدرم پدر کلان است. وقتی ما ازدواج کردم آمدم به خانه همسر خود شوهر خود یک مامور دولت که اینجا کارشان است و یک دو اتاقی مکرورایان. بله. بس و خود ما یک مامور هستم در اینجا دیگه چیز نداریم یکی و دیگه ای که ما چرا بیایم بر شما بیت بخونم؟ ما خود لباسای بسیار شیک و مدرن و اشرافزاده می پوشم اما ببخشید من معذرت می خواهم از دوستان. گفتم خانمایتانه یارین با او لباسک های مقبول، دانک های پاچیشان، پیران های کمرچین، شنگ یک زنگ رو بسته کن. شاید آقای حرکت و همی خود از این اشخاص بشنوان. من یک کلام زیاد کم میگم زیاد. برقصم که من به حیث یک اشراف زاده بشینم و کف بزنم برشان. یک پاره که گفتم من دختر اطراف هستم، میفهمی؟ سنگ شوارم از کابل هست. من از مزار شریف هستم. یکشنگ قمارباز هم هستیم ما من. و یکشنگ خسر خیلی ما هستیم خانم دوزد. خانم ما از مزار هست. این خلاص دیگه. خیشم برامده. یک خیشم دیگه بله. می باید بله. می دیگه افتخار. خلاصه که من گفتم سنگ ما مردم بالا مندازیم سر خود رو زیرش می گیریم. گفتم اما طور که انگلیس ها گفته ما به زور به بهشت نمیریم. و بر ازا ما رو به دوزخ هم برده میتونی. گفتم اینه تو رست دیگه من خود گرفتم به گردن خود که اینم یال مره دیگه اینا اینم اینجا ضربه میکنن میکشن مرگ و همه رو. گفتم من همه گپ قبول کردیم اما شاروال صاحب یک خواهش از شما دارم. شاروال صاحب دیگه دستشان و پیشانیشان است اما تو گوش میکنم. گفتم یک خواهش دارم مره به دست از این نامردها نسپاریم، زندانی نسازیم، بکشین و حضور خودتان بکشین. حرف ما خلاص شد، اینال گردن ما و ریسمان شما. ببخشین شاروال صاحب. شاروال صاحب بر یک دقیقه من تو سکوت ماندن. سر خود بلند کردن، گفت میبینی که ما رو چه قسم توهین میکنه؟ شاروال صاحب گفت شما این نمیده میخواستین نه؟ میخواستین که می حرفا رو بشنوین نه؟ اینه شنیدین؟ اینال شما، ای خانمه، نه تنها چیز گفتم میتونین خاک بوتشام که پاک کنین کلتا خودم ضربه میکنم و از این همین لحظه شما دیگه اجازه ندارین که به لیسه استقلال بودید. این متصدی همی پروگرام بودم خلاص هستین، حتی اشتراک نمیکنین به حیث شنونده و بیننده. شما خلاص هستین و شما خانم کوزاد گفت ما اعمال از اینا رو میبینیم، ما فیودالی و اشرافزادگی شانا نمیبینیم. میبینیم که زیر پرچم سرخ امرای ما این امیال هستن کار میکنن و ما که بیایم به لیسه استقلال باید که شما بروی استیج باشید. یک لحظه خانم کوزاد، آقای لاروی اینا ببینین که خانم کوزاد حرفهای خوب در جایش خوب میگه بد و شما هیچ وقت حاضردن نشین وقتی که یک آدم بی‌طرف میایه تلقی را بدیش میگه، پرچمی را بدیش میگه، مجاهدین را بدیش میگه. خوب بیشتر آقای کوزاد در بین صحبتش خواد آورد، خواد زمان ببرا کارمل و نجی بود و راست گفته نمیزدن. بنان شما حاضردن نشین بشنوین ببینین اگر با اینمی شیوه خانم کوزاد ما و شما از امو اول ادامه میدادیم باور کنین اقا فاجعه را نمیدیم. برحال بفرمایین خانم کوزاد. آقای لاروی عزیز ما خدمت شما احترام تقدیم میکنم، شما بر ما محترم هستین. ما گفتم که ما بسیار دوستاهای بسیار خوبه از خلقی ها دارم، از پرچمی ها دارم، از جهادی ها دارم و از هر کدام شما، چون همه ما و شما
هموطن هستیم. اینمی چیزها باعث شد ای که ما میایم میگم یعنی که ما به عنوان هموطن شما خوب خوب میگم بعد بعد ما گفتم که سه تنه که امی حرکت کردن امیال شکر حیات هستن و امیال شکر آقای شیراقا حرکت حیات هستن اینا میبینن. اما شما هم بپذیرین که ما بسیار رنج داریم، رنج دیم. آقای لاروی عزیز شما از ما آزرده نباشین، ما همه شما را دوست دارم. خانم گوزاد عزیز باشین که ما حال دیگه بینیدای عزیز پلان ما پروگرام ما معمولا نمی بود که برنامه ما از 45 دقیقه زیاد نشه، اما همونطور که میترا جان پیشتر نوشته کردن خانم گوزاد یکان دفعه که میزون رسون سرش میکنم فکر نکنیم که ما از اون معلم ها یا شاگردهای اوش برق هستم، چون همزمان ما باید تفسیرهای مردم هم ببینم که چی گفتن. همیشه پروگرامای تا نمیبینم بلد هستم کاملا. بعد اوش برکی و بهتر بگیم ما دیگه عادت کردیم. خدا نکنه. باشین کمی فضا برای که تغییر کنه یک قصه کنم برای شما. حال خاطرات دیگه خودمانی زمین ادامه میتیم تا هر وقت پروا نداره. دل دوستا آزرده نشن. آزرده نشن، خستان نشن. برنامه فوق‌العاده حسابش کنن. از تایم اومگه تیر شد خیلی. من به حساب به اصطلاح انگلیسی میگه I'm enjoying، لذت میبرم از صحبت. هم یک دوست ما هست زندیات بود، زندیات خلیل خسرو نام داره، در جوانی با صوت کرد. چشمای زرد، چشمای سبز، موهای زرد، هم تو تپیک مشاورین روسی، پرچمی سرخ. و این آدم هم لباس تصادف بادشش گرد، یک دوستا بازم لباس های سرباز های روسی را میپوشید، بازم کمربند داخل چکش هم در کمرش بسته. از زبان خود از ایشونیدم گفت دمین اولین روزای شش جدید که میگم چهار طرف قوای روس هم گرفته و تانک است تو پس از این پیش هر گفت که یک رفیقم تیر میشم که یک دو سه تا دختر مست جانانه کاکر همون تو سیل کرد. طرفم گفت همون تو بد سیل کرد، گفت که بر پدر تا نالت این تا قصر رسای جمهوری رسیده. گفت طرفم من مشخص همون تو گفت خاک دمی سر شما لایک شما را گم کنم. گفت من طرف سیل کردم خنده کردم گفتم همشیره من روز نیستم افغان هستم. روی خود در داد طرف کارخونده گفت سیکو پیپ بدنن تا چطور فارسی یاد گرفتن بلد شد. به هر حال این قصه را به خاطر عظیم کردم به شما که اولین دفعه نخستین مرتبه در ریاست ساختمانی در شهروال کابل در پشت سینمای پارک که من آمدم شما را دیدم با سه نفر از دوستا. خب قصه شکل به چی دلیل آمده بودم نمیکنم. ما آمدم روی خود دادم به یک مامور گفتم که این خانم روسی هم در این دفتر کار میکنم مشاور است. تو گفت نه این خانم افغان است، زکیه کوزاد نام داره. اولین دفعه با نام و چهره شما اونجا آشنا شدم و من چرا روز فکر کردم برای اینکه او وقت دیگه ما نه امریکا را دیده بودیم نه حتی شوروی را دیده بودیم و اتفاق هم که در پلیتکنیک هم خانم های لوکس روسی و ما هم جوان و چی اگه اطرا هم که میرفتن از پشتش هم اطرای روسی باز میشد. ما فکر میکردم که او خیلی خانم روسی است. برام پس میایم سر اصل گپ که بله بالاخره شما بالاخره ما رفتم آنانس دادم و بسیار خوب تیر شد و خلاص شد و امروز روز باز آقای حرکت مرا به موتر خود به خانه روان کرد. بله که نماندن به عادی برم. خلاصه یک روز دیگر رو براتون قصه کنم که من از بالا پایین میشم، از شعبه اطلاعات کدام چیز از بدستم که می دهان دروازه دلیز استودیوها، استودیوهای تلویزیون. بله. یک پدر محاسن سپید بسیار مسن، حیثیت پدر کلان داشت. یکی از نطاقهای حزب دموکراتیک پرچمی ترس بود، پرچمی که در شرایط مخفی هم بود. یک خانم است اسم نمیدم، یک خانم است و ای استاده است و امی پدر محسن سفید که در امینجا نگهبان دروازه است امینجا استاده است و اشکایش میره از امی محسن شد. و این شخص این خانم دیگه اما تو مست شده. گفتم چرا چی گپ است؟ گفت که اینه بچیم، اینه دخترم، اینمی که جای دخترم است. گفت مرا بیاد میکنه پدرم دل زده. خود طرف از خانم کردم گفتم چرا عزیز چرا ای تو کار کردی؟ گفت میفهمی کارمل صاحب نامش را گرفت. اینه آقای لاروی عزیز خوب و خراب اینجا یاد میشه. گفت کارمل صاحب نامش را گرفت. گفتم چطور؟ گفت بچی
وفی میامد بر ما امر شده که کسر امرای بوت نمانی. امی چند دفعه آمدی سر بوتای از امی بوتای پلاستیکی پوشیدی نمانده مدر گفتم ها صحیح از خاطر که امی ماشینای سیدیو ها درد نگیرن باید که امرای بوتای خب داخل نشه. گفت ما ایره گفتم بچیم خی بوتای تا بکش یا این از بوتای پلاستیکی بپوش. گفتی گفت که ما وقت ندارم نمی کنم می کارم. ما گفتم بچیم ما را گفتن امر شدم من نمی تانم تا را بانم. گفت ما ببینم که تو مر نمی مونی؟ گفته تو را خود دوستی کمی کارملان که بیای من نمی مونمش امرای بوت خود کنم. ای تا که امق گفتم بل روی زی بابا یک تار سیا بروی زی نیست از محاسمش بروی زی بابا وارد که تو نام کارمل گرفتی ای بر ما گفت یک دفعه دیگه دود کردم باز گفتم که فلانی جان کارمل تناس شماست اگر تناس شماست ما پستیم ما چرا اینجا هستیم ما چرا به اینجا کار میکنیم آیا رادیو تلویزیون تنها مربوط شماست ما چرا اینجا کار میکنیم خیره گفتم که شما اینما تا میکنین که مردم مخالف کردین شما پل نیستین بله شما پل نیستین شما سلا دارین و به سینه هر کس تا نام بگیره خیر میکنین بگذار این مثل پدر کارمل صاحب است آقای کارمل است گفتم عالمی که دوزت اگر با مقابل خود کارمل صاحب میره میگفت نمیشناخت و میگفت اگر کارمل هم بیاید نمیمونم گفتم کارمل صاحب دستش هم میبوسید میگفت آفرین که وظیفه تا خوب انجام میدی امی آدم به امی سن سال به امی زیدی که تو خجالت نکشیدی که بروی ازی سلی زدی دلش که تو کارمل بگو لا اله کارمل این میگه که کارمل بدون امر عادی میگه کارمل خلاص تو چی ای به این رقم امی ولی نعمت خود استقبال میکنه خود به شیوه دیگه تو چی کار داری گفتم مام اگر تو انتظار داری که مام بگویم مثل شما واری میگم خب این گفت که گفتم و از بابا دستایش هم آت کردم ریشش هم آت کردم بوسیدم گفتم شما خفه نشین خیر است یه حسابش خراب داری دیگر روزش مرا منشی سازمان ما منشی اتاق ما فهمیدم خب برادر خانم پلوشا چیز نام داره چی نام همین دقیقه زیاد ما فهمیدم که کیره میگن باشین دو سال نشته میکنه نامش بله بفرمایید اشرف گردیزی نه خیر او وقت من بگیم یک کس دیگه بود بله. گرمی آخران بودن بسیار یک انسان شریف بودن بسیار یک شخصیت عالی بودن مرا خواستم اولین خواهش که از من کردم مرا بسیار از احترام داشت بسیار از ناز من میکشید من نه عضو از بودم نه کاری بودم انتقاد خدا میکردم که باز من برتون بگویم که من چه کارا کردیم چی سربازی ها کردیم اما خدا و باور مفسم کرده و خواستم گفتن که ببین از بسیار احترام دارم ستونی فقرات که چنین که چنان که بسیار گفتم که تو چرا حال زیر پرچم ما هستی کارم رای ما میکنی چرا امیر قبول نمیکنی یک فرمگه که امضا کو خلاص یعنی که از وزب شده که امتر کسی گفت از وزب شد بله بله من گفتم که آقای اکم بله گفتم عزیزم ما وقت عضو حزب میشم من لیاقت حزبتان ندارم گفت که گپ دشمنای ما رو میزنین گفتم من نمیفهمم که دشمنتان چی گفته ولی این رو من از خود میگم پیش ما حزب چی است حزب یعنی پل حزب یعنی تحمل حزب یعنی شکیبایی حزب یعنی مهربانی حزب یعنی در امتیاز در صف آخر حزب یعنی اینی حزب یعنی اینی حزب یعنی اینی فداکاری جانفشانی مردم دوستی این دفعا اما وقتی من میبینم که یک پدر محاسن سپید که عیسیت پدر طلا نداره او را سر اینی گفت کارمل سلی میزنن مثل دخترش رو سلی میزنن و وقتی میبینم که این سنجاقی ها آمدن و دامن حزبتان اینه تو گدودی شدن من بیایم ماما متر باشم آه من وقتی می آمدم
که ما در شرایط مخفی از آغازین روزهای شما امرایتان یک جای می بودم، زجر و فرود فراسخا را می دیدم، بعد از اون به اسمتان می بودم او لطف داشت و آلیام شما اینقدر اینی کارهای خوب را که ما گفتم انجام می دادی، اینی پایین ها صفحه پایین که ما واسطه کنم یک دو نفر که ما را امی به امی عزب که ایتو انسان ساز است، در مهربان است، مرم به اینجاش شامل کنین که ما بسیار یک آدم منظم شوم، یک آدم خوب شوم. در حال که حال ما میبینم بسیار گدولیست، هیچ چیز نگفتم. گفتم این دیگه عزیز سبب یعنی ایتو نکد که شما را زیر فشار بگیره با هیچ صورت یا کسی دیگه هیچ وقت، هیچ وقت. حتی امی دوره آغاز که آقای ترکی بود و آقای امین، ما آقای امین هیچ دوست ندارم، ببخشیم هر کسی که مرا هر چیز میگه علال کنم، ما چون دوست ندارم. آقای سروری را هیچ دوست ندارم، رنج است به این جیم که او هنوزم زنده است نفس میکشه، به خاطر از این که کدام فرد افغانستان است که داغ نداره از استزینا. ما خودم ما تو یک داغ دارم، اینطور یک عزیز ما را از ما گرفت ظرف ده روز، هیچ کاره بود، معلم بود، 28 ساله بود، او را از ما گرفت و بدون موجب کشتن. ما چطور میتونم که اینا را خوش داشته باشم؟ اما دیگر دوستایم که این آقای اسدالله پیام از آقای ایز نامایشان امیال فراموشم شده، آقای حرکت از کیز کیز، بسیار رفیقای خوب ما هستن، خود کنم میفهم. اکل وقتی که ما از مجاهدین که در توپ و تفنگشان رفیق داشته باشم، دیگه اعضای از خوب مردم های بسیار باز مخصوصا پرچمی ها کلش مردم های کابل تحصیل یافته، صاحب قلم، از قلمشان چی آتش باد میشه؟ اشرافزاده اشرافزاده که هیچ وقت اونا به احترامی نمی کردن یک گپ. و می فهمیم که چقدر شکایت از ما می رفت؟ می فهم کنم می گفتن بخواد می گفتن که ای از گفتم ما بسیار سربازی ها کردیم. ما یک سال به ارتباط خارجی تلویزیون کار کردم، دفترش دو ماینجان کوزات کامر ما بود، برادرزادی همسر، و بعد از یک سال ما مدیر اف ام شدم، رادیوی اف ام شدم، بعد از یک سال مدیر عمومی ملت های با هم برادر، عضو اداره هنر ادبیات، مشاور مچ موسیقی تلویزیون، من نمی فهمم، عضو اتحادیه ژورنالیستا که رئیس ما جناب شادان بود، عبدالله شادان، و عضو اتحادیه هنرمند و از این قبل گفا بودم از آفیشه بگوزید. ولی اینقدر مردم مرا افتخار داده بود، حتی اینقدر از سازمان زنا ما افتخارات به دست آوردیم. شما که زنده یاد انایتا، دکتر انایتا باید زیاد دیده باشید. هیچ ندیدیم، هیچ ندیدیم، یک بار تلفنی هم رایشان صحبت کرده. خب روز اول که ما به تلویزیون آمده و من موفق کدم، بعد از او نتاقای تعدادشان رفتن بر دکتر سبیدر مسعود شکایت کردن که زن کامده قواره شورویاره داره، ای را بانیم که باید بخونه ای کدمی های زد حال امروز مردم در مقابل شوروی چقدر اساس هستن و ایران مردم میگه که زبان انایتاست. اما تو شد که گفتنی زبان انایتاست، نفر دکتر انایتاست. و من شخصا دکتر سب انایتا رو بسیار دوست دارم، احترامشان دارم، خدا مغفرتشان کنه، چون یک دفعه تلفنی امرایشان گپ زدیم. اما از نزدیک هیچ وقت ندیدیم. از نزدیک هیچ وقت ندیدیم. دخترشان جمیله جان دیدیم. جمیله جان همکار ما بود در انستیتوت اجتماعی دوست بسیار ارجمند. و آقای محمود بریالای خدا مغفرت کنه دیدیم به هندستان. در هندستان دیدیم. هندستان دیدیم که مهربانی کردن، ما رفتم دیدنشان، ما و کوزاد رفتیم و دیدنشان هم به خور زدیم و اونا باز آمدن و اید همراه رومان جان بچه شان از بخیل بود. بله. همراه از اونا خانه ما آمدن که یک همسایه داشتیم از ملیت هزاری ما بود که بر ما گفتن که او زکیه جان اینا میلرزیدن، گفت او زکیه پیر و پیشوای ما خانه آمدن.
چطور کنیم؟ من میخوام یک لحظه خانم کوزات یادتان نرد، امی قسمت حرفتان یادتان نرد که ما یک کسی را میخوایم بگذارم به ارتباط با حرف بیشتر شما که فراموش ما نشد. ببخشید باشین که سند چرا بخش است. این یه خواب غزلسرای مشهور و توانای کشور ما آشنا هستید. البته با طلب پوزش ما یک غزل یا یک شعر اونا را خدمت شما تقدیم می کنم. امیدوار هستم که با بزرگواریتان شما و محترم فانی مرا ببخشند برای زی که ما دکلماتور نیستم. شعر به نام بازگشت. مرغ سخنسرای من باز بلا نمی رسد، مرغ سخنسرای من باز بلا نمی رسد، یار گریز پای من بر در خانه می رسد. جوی پراب می شود، خار گلاب می شود، ابر به خاک دهد جان، خاک به دانه می رسد. یار چیار ما شود، یار چیار ما شود، دل ز قفس رها شود، بال نشاط وا شود، چنگ و چغا نمی رسد. غم برود ز دل بیرون، شادی دل شود فیزون، آن به اشاره می رود، این به بهانه می رسد. تشکر. تنه زنید زاغ را، مجده دهید باغ را، تنه زنید زاغ را، مجده دهید باغ را، روح به سبزه می دمد، جان به جوانه می رسد. باد بهار در وزش، باد بهار در وزش، نبض نهال در تپش، فانی بیا ترانه گو، فصل ترانه می رسد. بسیار با عذر معذرت خانم کوزات که یک میمانه که نازنین قندود امون ما داریم، یک ریش از طرف ما ببوسین و یعنی چقدر خوشبخت هستیم. بله نواسف. سلام. سلام جان قندم نازنینم. چطور هستم؟ زنده باشی. خود چطور هستی گلم؟ خوب هستم. نام چیست عزیزم؟ نام ما است ابراهیم. ابراهیم جان خوب نواسی اتمن از گراند بچه ویدا جم اینا بچه های مستن. چقدر خوب است که میمانه که نوام دارم، اینا میشه که صحبتتان ادامه بتین برازی که بسیار بسیار جالب و مقبول شما دکلمه کردین و گفتین که من دکلماتور نیستم، ولی من نمیخوام که دکلماتور کی هست که شما دکلمه. فریده جان انوری. فریده جان انوری باز اونا که با کابل بودن، جایی که باز فریده جان بود هرگز کس اجازه نداشت که دکلمه کنند و همچنان بعد از فریده جان سیما جان شادا. بسیار. بله. و ما خود داری ملک هستیم دیگه که ناگزیری هاست که یکان چیزم میخوانیم. من هیچ وقت نمیگم دکلمه، من همیشه گفتیم که میخوانم براتون پس بریم سر اصل گپ که قصایتان کردین از اون زمان. بسیار خوب. کجا بودین؟ دمی قسمت بودین که در اون زمان گفتین که یک تعداد از بیه ها سوء استفاده میکردن، برخورد های منفی میکردن و در مورد نام جناب کارمل و ایگه ما شنیدیم خانم کوزات، واقعیتا نمیفهم از نزدیک نمیفهم که ایگه چقدر واقعیت داره چقدر واقعیت نداره، اما می قصه را بسیار کوتاه به شما میگم که اصلا میمان شما هستین. امی آقای منان ملگیر را شما میفهمید که بله نقش بله. کارمل به نام کارغل در زمان ترکی صاحب و امین جناب امین امی بازی کردن. ما دیدیم من نمیفهم که چقدر واقعیت داره می که ببر کارمل بعد از اینکه سر قدرت آمد خوی آدم دست پایش می لرزید خدا چه حالت داشت که دیگه حالا این کسی که گردانش زده می شمیست امیر خواست میگن دفتر خود خواست و بسیار احترامانه کدش برخورد کرد، چیز بسیار مقبول نقش اجرا کردی. من تبریک میگم برات، اما یک پیشنهاد من دارم برات که امیگانه رو فرهنگ و جورنالیزم به جای از این که یک دریچه برای گشودن عقده و عصبانیت و توهین شخصیت ها و افراد
استفاده بکنیم. اگر برای مردم، برای خلق، برای خود هنر استفاده بکنیم، کار بسیار نیک است. ریشه موجت رفتش کرد. این بزرگواری ای که چقدر واقعیت داره یعنی نمیفهم اما ما شنیدیم. و یک دفعه دیگه شما میفهمید که آقای کارمل و آنایتا، دکتر صاحب زنده یاد آنایتا وقتی که وکیل شورا بودن، بازم یک وکیل بسوی زده بودش که حتی احتمال مرکش بود و دمی اوائل اگر متوجه باشین یک دوسته دندان پیش روی نداشت کارمل، امور هم شکستانده بودن. باز چک سال واقعی که رفت اونجا تداوی شد، باز از قدرت دیگه پا چی شد. امور هم میگن که تا آخر از گفته بود که تو سیف و مطمئن است که یه تا هر وقت زندگی میکنی هر کسی که مزایمت میکرد برد بر ما بگوییم که ما چیز کنم. این قسم برکرد بفرمایید که من ببخشن حرفای شما را به جای شما صحبت نکنم. آیش میکنم. خوب است، خوب است، تبادل افکار میشه، چیز را من میاموزم از شما. اما بله، در اونجا امی گپ بود و تا با آخیر بر ما کسی هیچ چیز نگفت که تو بیا عضو اسب شو. ای منشی سازمان ما هم سبقه شوخی داشت. یک روز امی آقای کرنزای داود، نه به خیال حکیم کرنزای بود که بود محمد حکیم، که به دفتر خدمات امنیت اونجا رادیو تلویزیون کار میکردن. اینا ما خو یک روز رفتم اعصابم خراب، مرا خواستم، گفتن که سلکو زکیه جان، اونام از سمت شمال بودم، گفت سلکو زکیه جان، گفت اگر ما حرفای مردم، یکی از همکارا به نام چی بود؟ به نام نرگس، نام مستعارش بخواد، گفت که گفت اینقدر سر تو میآید که اینا شما منتظر باشین که از گلبدین حکمتیار که از این شخص ما نفرت داره. از ما یک آدم استم که نمیگم با برنامه ایم هیچ نام نمیگیرم، ولی اینجا چون مهمان استم و خودمانی است میگم، بخاطر از این که گفتم ما شاید این نیستیم، نه ما دیدیم کی چی کرده و هیچ کس هم آزرده لطفا نشه. از این آدم ها با یک فرد استم، مهم نیست که ما خوب ببینم یا بد ببینم. باز این شخص من میفهم که مرا بسیار اونجا نفرین میکنن، دشنام میتن، اما بعد از او باز بر ما گفتن که چی میگفتم؟ گفتن که یک آقای از خواد آمد و گفتن که اما تو خروار خروار راپورای شما آمد که کتی گلبودین شما رابطه دارید. که از گلبودین آقای حکمتیار ای نشر میکنه یک روز زنده، میکروفون زنده رادیو تلویزیون به دست عزیز خطرناک است. گفت ما چی میکنیم؟ پاره میکنیم. و از امی نامه ها باز برای دکتر صاحب در مسعود هم میرفتن، پیشنهاد ها میرفتن، اونا حفظش میکردن برای وقت میز. یک روز دیگه من بسیار عصبی استم و یک کس امرای زور جمع کردیم و که امی چی رو بخانیم. بله. ما داستانای خاطرات ما گفتم بسیار زیاد است. بله. بسیار زیاد است. ما از هر کنجه که شور بتم با ساعت ها باید گپ بزنم. ما حتما برنامه‌های دیگه هم با شما خود داشتیم، ولی خوب است که آغاز کردیم. حتی نشه همی که خسته کن نشه، ما سرودی از کوزاد عزیز خودم میخوانم که او را دخترم خوان. ما مود انتخاب کرده بودم که ما بخوانم. بله. بیاییم که اینی را بخوانم که آنوز... نمیتونی کدام موزیک در برگراند دکلمه خانم گوزاد بانین اگر میشه که چقدر بفرمایید؟ خواهش میکنم عمر جان، اما موزیکا که تانا نمیمانین اون اگر خودشون بزنید منطقه یک ذره بلند باشه موزیک که امی زوم کمتر میتونه صدای موزیک بگیره. بله بسیار خوب میشه. دو نه اینه برامد که من چی میپرسی نشان با تار خان بسته باشه. میشنوین موزیک؟ میشنوین کاملا. یک کمک موزیک بلند کنین، نزدیک مایک بانید که یک ذره صدا کنده کنده نمید. درست شد؟ خوب است. بد نیست. بد. بله. به نام قوغ آتش. ما اشعار کوزادا به خاطر از این دوست دارم، نه به خاطر از اینکه همسرم است. میگه که شاعر او هست شعرش از دلش بر بخیزه و به دل
خواننده و شنونده بنشینه. کوزات هم بسیار به وطن خودش داشت. باور میکنین که شبها کوزات به بستر عشق میریخت؟ ما چون دوم یک اتاق بودیم، ما میشنیدم که کوزات میگفت و عشق میریخت. و وقتی که برامدیم از کشور دو بیتی های مروارید های سیاه را به این گفت و اشعار عاشقانش بند شد و اران چی بود داد از وطن بود. این بله قوغ آتش، ما این را نخوندیم، ما اگر اشتباه خدا کنه نکنم. بهار حیرتم از من چی میپرسی نشان من؟ بهار حیرتم از من چی میپرسی نشان من؟ به تار خام بسته چنگ شاهین آشیان من. بظاهر قطره‌ام اما ز طوفانم مشو غافل، ندیده ندیده تیر دشمن طاقت زور کمان من. با این ذلت نمی ارزد شنیدن ساز هستی را، با این ذلت نمی ارزد شنیدن ساز هستی را. هزاران شکوه دارد ناله، هزاران شکوه دارد ناله از گوش گران من. وطن یک قوغ آتش گشته است از بی ثباتی ها، مگر دوزخ بلندست کرده مشت استخوان من. زبانم مو کشید و هیچ کس نشنید آوازم، پیام شعله دارد در بغل گویا زبان من. در این میخانه هستی که نیرنگ است بنیادش، در این میخانه هستی که نیرنگ است بنیادش، تبسمهای دشمن میزند آخر به جان من. خرابات محبت هاست هر شهر و دیار او، بسد کوثر نمی بخشم شراب خاکدان من. و جای لاله در صحرای طبعم شیر می روید، و جای لاله در صحرای طبعم شیر می روید. پر است از جنس لیلی هر متاع کاروان من. تن زرد بهار کشور من قاف نیگشته، مگر شیطان گرفته پیش چشم باغبان من. چه دلبندی با این هستی که آتش ریزد از سازش، چه دلبندی با این هستی که آتش ریزد از سازش. از این نامهربانی ها چه دیدی مهربان من؟ از این نامهربانی ها چه دیدی مهربان من؟ خیالم از نفس افتاده در بزم غزل که زاد، خیالم از نفس افتاده در بزم غزل که زاد. نمیدانم چه باشد جز خاموشی ارمغان من. تشکر. واه بسیار عالی خانم کوزات. یک شخصیتی که هیچ انسان در مورد از او یک حرف منفی نداشته باشه، بگوین که او چقدر بزرگ می باشه. و از واژه واژه از مصرا مصرای سروده های آقای کوزات حس انسانیت، وطن دوستی، آزادی خواهی و رها از خود و رها از تعصبات دو دیده میشه. یک شخصیت بسیار بزرگوار بود و چقدر خوشبخت هستین شما که او را داشتین و چقدر خوشبخت بود که شما را داشت.
ما فکر میکنم که این خاطرات ما هنوز آغاز هم نشده. خاطرات شما ما که میبینم بسیار حرفایی است که باید گفته شود و ما تقریبا دو ساعت است که صحبت میکنیم و بله و جالبیش است که هنوز هم خسته نشدیم. دوستان میگن که ادامه بده، اما ما این کار نمیکنم به خاطر از این که ما یک عمر طولانی داریم که باید این را ادامه بدیم. ما یک چیز امروز در برنامه خود میخوانم که امی دوستا چرا ما شما را واضح برتان بگویم که از شما دعوت کردم و شما با این بزرگواری ما افتخار باشمه. چرا ما مرسیتهای دیگر دمی که دعوت میکنم بار ما گفتیم یک بار دیگر بیانید های عزیز ما برای شما میگم که اینمی پندارها و گفتارها اول یک پل باشه برای وصل ما و شما. صرف نظر از بک‌گراند های فامیلی، قومی، خانوادگی، شخصی، ایدئولوژی، اعتقادها، ایمانها و باورهای دیگری که اینمی امید یک فرهنگ ایجاد شد، فرهنگ همدیگر پذیری که با وجود اختلافات ایدئولوژیک، سیاسی و این مسائل ما بتانیم که امینجا روی وجوه مشترک با هم بیاد شد. جمعی که یک مقدار بیاموزیم از تجارب اینمی شخصیت هایی که ما شما رو دعوت میکنم و حرف دیگه ما که ما تلاش میکنیم تا حد تا حد المقدور تلاش میکنیم پوش میکنیم که داوری پیش داوری قضاوت نکنیم. اینجا یک آقا به نام فریدون عبدی نوشته کرده، امیر من میخوانم خدمت شما. ما اعلان برنامه را امروز انداختیم، آقای فریدون عبدی ما جوابای خودت دادیم و یک برنامه دیگه با خانم پوزاد و یک دوستای دیگه شخص خود من میگیرم روی امیر. مثلا تشکر میکنم از شما که امیر گفتین، اما ای کاش که امیر با یک یعنی بدون عصبانیت و اقدا و بدون داوری میگفتیم. در اون صورت دیگه باز من بسیار شما تشکر میکنم میکردم، اما بازم تشکر میکنم. تشکر از اینکه شما میبینین این برنامه را. اول من یک گوشگه کمی مصاحبه شما را میمانم خانم کوزا. ای گفته که اگر منطقش مثل این مصاحبهش باشد که بهتر است وقت دان را ضایع نسازیم. باز من یک تفسیرگه که کوتاه میکنم و برای شما بیننده های عزیز وعده میکنم که یکی از برنامه های ما در این مورد خواهد بود. اول اجازه بدین که ما امیر بسیار جالب صحبت شما داریم که یک کسی که ما امیر برای دوستا بگذارم باز بعد از او خدمت از شما هستم فکر می بخشم ما کاملا خدمت از شما هستم فکر می بخشم. چرا ما زبان انگلیسی را که خودش ساخته کمپانی مور خود سرش زده کمپانی نام مانده سرش راکت ما موشک بگویم به خاطر که قوانین موشه داره خب. نیمه به صورت قطع یا من رهبر بگویم، اما اینال من اجازه نمیتونم که در رسانه گفتاری ما یا نوشتاری ما این چیز بیاید. چرا بیاید؟ شما اگر... حق دارید در خانه تان به هر زبان لسانی که صحبت میکنید، ولی وقت در اجتماع داخل شدین، وقت در یک رسانه داخل شدین، شما در خانه مزاق میکنیم. ما و شما یک مزاهای جالب داریم، ما مثلا لطیفه میگیم، ما مثلا یک شوخی میکنیم، ولی در وقتی که در مقابل کمره تلویزیون و عقب میکروفون قرار میگیریم ما دیگه بسیار مؤدبانه و زبان عام و زبانی که مردم ما بفهمه و از این چیزی یاد بگیرن. ما و شما بیننده های عزیز، این صحبت خانم کوزاد شما شدید. ما فقط دو سه جمله میگم ولی وعده میتونم که سرازی بیاد گفتمان بسیار کلان میداشته باشیم. در تمام زبان ها، هرچند من زبانشناس هم نیستم، ادیب هم نیستم، ولی امی چیزهایی را که خواندیم و برداشت من متکی به امی برای شما میگم، در تمام زبان های دنیا و به خصوص به ویژه در زبان ما معمول است که واژه هایی که از بیرون میاید و ما نداریم او را برای از او واژه سازی نمی کنه. این واژه را میاره. مثلا هلیکوپتر هم در کشور ما کسی اختراع نکنه. یک واژه لاتینی است در میگه اختراع شده، جور شده، در تمام دنیای میره هلیکوپتر نیست. رادیو، تلویزیون و واژه های دیگه است که خانم کوزاد اونجا مثال داده. اینمی واژه ها این چیز باید بهه. آه ای که یک تلاش بسیار جدی در روند پاکسازی زبان فارسی از واژه های بیرونی زبان خصوصا عربی آمده که ما معادلش داریم و او را به زور که استبداد زبانی یا استثمار یا استعمار زبانی میگن داخل زبان ما ساخته و ما واژه زیباتر از او را داریم که حرفش علایه. اما ما برای رادیو مثلا ژغ دبلای گفته نمیتونیم یا برای
تنبول یا رباب شرنگ سوته ساختن گفتن نمیتونیم که با زور بگوییم که والا یه نهی ما معادلش رو پیدا کردیم یا با هلیکوپتر چرخبال یا مثل از این. اینی از دید ما حال شما ببینید در زبان انگلیسی اینمی لویا جرگر هستی جرگه اصلا کلمه ترکیز باز در پشتو آمده اینمی لویا جرگر هم میکاید لویا جرگر میگن تمی زبان انگلیسی یا انگلیسا حالا نمیتونم که میاره جنرال اسمبلی بگوید بنان منطق خانم کوزاد بسیار بسیار اخلاقی و روی راسیونالیزم فهم زبان استوار است. اجازه می دهید که من آقای افضلیار افضلی گفتین یا افضلیار؟ بله آقای افضلی بله ما اینمی خدمت شما اینمی قدر می گفتم بحث دیگه داریم کوتا خانم کوزو تا این مورد گپ بزنید فقط ایرم از بین اینمی کامنت ها ما بخاطر از این انتخاب کردم که شما نمیتونین وای تو فکر کنین که می خانم کوزو اینمی با کلی اشتباه بود به حساب ما مردم که به حساب واژه ایرانیش نه که غلط گفت کاملا آیا ضرور است که روی امی میار سر امی تمام کارهایش ما قضاوت کنیم خوی این یک پرابلم است اینمی یک درس است که ما و شما باید بگیریم بین که ما برای آقای افضلی مختصر بفرمایید برای جناب افضلی برای جناب لاروی ای هموطنان عزیز مستین برتون درود میفرستم شما از ما خفه نباشین شما برخلاف این هم بر بی منطقی ما نکنین آنچه گذشته در کشور ما بدبختانه ما نه تنها ما هزاران هزار تن از افغان درد دل داره از این شدیدتر از این بدتر بیان میکنه و از ترس اینمی که مبادا از سر شمله شو از چهار طرف او چه به خودم میگیره و یا فرصت نداره یا زمینه برش مساعد نیست که ای را بیان کنه اما خوب است که از زبان من و تو عزیزان من دوستان ما یکی دیگه بشنویم کمی عقده ها مثلا به هر خانه ستم سه عزیزشان کشته شده در اون زمان حالا امیر خو باید ما بگوییم یکی به دیگه خود درد دل کنیم ما خو برای دشمن سلام نگرفتیم یا طرف دشمن خو استاب نشدیم ما به عنوان یک دوست یک هموطن حق بتیم که درد دل خود بیان کنیم بله شما این کار نکنین که این کار شما عقده میشه به دل مردم زیادتر اما این ظلم دیدیم هم شما بازم ما را ملامت میکنید ما تا وقت امرایتان هستم تحملتان میکنم خداوند مرا امطور یک قلب داده که از قدر که شما سنگ بزنین ما انتظار میکشم تا این سنگ شما یک روز خودتان بپذیرین که آری اشتباهات زیاد رخ داده بپذیرین و این سنگ را که به ما پرتاب میکنین یک گل شوه که به ما مستقدم بکنین که ما در این قسمت در برابر خودت یک ذرگت به انصافی کردیم ما گفتم همه شما را دوست دارم همه بر ما عزیز هستین ولی کسانی که امکان نداره کور فراموش کنیم نباید دیگه باز شما قهر شوین بگوین مثل یک در از جهادی ها که ما او دوره رو برتان میدم که فرصت نشد که ما چرا برآمدم از کشور به دوره خلقی ها بودم و کشور به دوره پرچمی ها بودم و کشور به دوره جهادی ها پنج ماه امرایشان بودم تمام امی برنامه های تلویزیون با وسیله ما تلویزیون بسته بود از اخبارش اعلان کردم دولت اسلامی را از اخبار تا تمامش میفهمین ما گفتم برتان که من عضو حزب نیستم اما ما امو وقتی که دکتر صاحب نجیب خدا مغفرت کنه از میدان گرفته شانه امو شب بر ما اوال آمد که من خود دوستای داشتم که این آمر گرفتار شد و بر ما از رادیو تلویزیون برنامه های فوق‌العاده که میشد من را میخواستم و از رادیو تلویزیون بر ما تلفن شد آقای امراض مدیر نتاقا بود خدا مغفرتشان کنه و من گفت که زکیه امشب شما را خواستم من گفتم آقای امراض از خواهش میکنم همین من خود یک اخلاق دارم همین من خود یک تربیه دارم یک کرکتر یک شخصیت خود دارم یا ندارم گفت خواهش میکنی میگه به نظر گفتم من امی دیشب امی آدم گفتم امی بعد بعد اینا کشتار کرد ارتب کرد خود من کیستم گفتم دیشب امی رو مخاندم که دکتر نجیب الله رئیس جمهور افغانستان امشب من بازم این گفت های خراب برشان بگویم خیلی خود من کیستم
من نمیتونم مرتیر کنیم. او هم غیر ازبی بود. او گفت برتیرت میکنم. باز دیگه نتاقا رفتن گفتن این زکیه رو زدیم. دیگه رو رفتن باز چی فضیت کردن، چی قدر نفرین کردن، چی قدر دشمن دادن. ولی ما نرفتم. اینا را شما فراموش نکنید. ما اگر بسیار نفرت میکردم و زمان اول امی کودتا کشور را ترک میدادم، مثل که مردم گریختن، ما هم میگروختیم، به زمان دومش ترک میدادم، به زمان مجاهد، از خاطر چی ترک میدادم؟ از خاطر که یکی از کماندانای جمعیت اسلامی بله. ما را میخواست اختطاف کنه. به اون وقت فرزندانم یک ساله و سه ساله و پنج ساله این قدرها بودم. اما بسیار خانم جوان بودم. ما را میخواستم اختطاف کنم که خداوند نخواست. خداوند حفظ ما کرد و بعد از او امی آقای مسعود، عامر مسعود قهرمان، امی بر ما خود امی خدا مغفرت کنه فهیم قسیم که مارشال فهیم اینا خانه ما آمدن بر ما اون نفرها را دستگیر کردم. یک شب تمام بلاکا و محاصره بود، مجاهدین آمدن ما را حفظ کردن، خدا حفظ کرد از طرف مسعود و باز خود آقای فهیم آمدن خانه ما و پایین خانه ما پوسته ایجاد کردن و باز همسایه یک ده از امو رقیبا گفتن که در زمان ازبی هم قدرت داشت، حالی هم قدرت داشته باشد، این ازبی سی خادیس است. باز همی کماندان اینا رفتن به کماندان گفتن، کماندان مکورایان، کماندان برای آقای مسعود گفته بود، باز آقای مسعود گفته بود که هر کس که دیگه آمد همی حرف زد یک شاجور سرش خالی کنین. و مر کماندان مکرورایان قسیم جنگلباه خواست همی آقای فهیم و فیمی خواهر زکیه آمرت است و فرمانی نمی باشی. اینا خواه مخابره می شنیدن که این راکت بازی میشه سر مکرورایان. می آمد می گفت خانی مادر جان نمیری دقنش که پشت مادر جان ما را منداخت و مطب همی از سایه مکرورایان انوز دون نشده که راکت می آمد. 1400 راکت به یک روز آمد. آقای افضلی، آقای لاروی عزیز، ما چطور می توانم که این کار کنم؟ ما با اونجا بودیم، ما شاهدای ای نیستیم، تاریخ زنده هستیم. ای کاش یکا نمی شد، ای کاش این مشکلات بر مردم ایجاد نمی شد. این امیال همه می گم، امیال همه داغ اون مردم دارم که چه قسم برزد هستم، بر ضد دولت است. امیال هم با وجود که بر مفاتحه روان کردن به خاطر کوزات کلش دارم، مگر من شخصا بر ضد استم. چرا؟ به خاطر مردم. من خب بیرون هستم، من خب زندگی بسیار آرام و مرفش خود دارم، اولادایم زنده باشه، ولی من از خاطر اونم و مردم خود ناراض هستم، رنج میکشم، امرجنسی میرم، مریض میشم. این جوانای نازنین تعلیم یافته و تحصیل کرده و روشن فکر و آگاه ما که بر روشنگری مردم ما خدمت میکنند چگونه از بین میره به فرمان دشمن؟ چگونه از بین میره؟ ایناله شما از من خفه نشید، بازم خفه باشین، از سنگ که میزنین سنگتانه میپسم، میبردم و یک روز با من گل میتیم. امیال مبارکتان گل بیتیم و اکثریت مردم بسیار بسیار مردم تفسیرها اینجا نوشته کردن. من نمیفهم که ما تقریبا گفتم بسیار بسیار مردم اینجا تفسیرها نوشته کردن. تفسیرهای خوب، تفسیرهای بد نمیتونم. اینال ما گفت سر عزیز که من نمیفهم که چه قشن ما خوانده میتونیم چه قشنه. من کوشش میکنم تا جایی که امکان داره تفسیرهای دوستا را بخونیم، پروا نداره دیگه. این همین برنامه، اگرچه که من همیشه مورد انتقاد قرار میگیرم که برنامه تو از یک ساعت نیم ساعت اضافه میشه، اما بیننده های عزیز اینی برنامه است، چطور کنیم ما نشه همین تیپ یک برنامه از یک ساعت دو ساعت اضافه خود شما بگوید. از این خاطر ما ادامه میتونم، پروا نداره، اگه اجازه تون باشه چند تفسیره را من میخونم اگر شما وقت داشته باشید. بفرمایید، خواهش میکنم. شما آقای لاروی میگه که خانم زکیه کوزاد، ما همه می دانیم که تلویزیون و پروگرام های سراپا و پروگرام ها سراپا مملو از تعصب است، حتی عفت زبان را هم مراعات نمی کنند. شما چگونه می توانید با این آدم و این برنامه ها کار نمید؟ هدف شما فهمیدین که چی است؟ بله آقای رابع عزیز، میگن بفرمایید. بله، ما به خاطر اتحاد، همبستگی، هر کس به هر رای است
شما از آغاز برنامه ما در بیرون از افغانستان عزیز، شما اگر شنیده باشین، اگر تحقیق کرده باشین، امیال به یوتیوب است، همه برنامه هایم روی اتحاد، همبستگی، بر علیه خشونت و روی مهربانی، از محبت های اعضای حزب گفتیم، از کارکرد های اعضای حزب گفتیم، گفتیم که در زمان اونا، یعنی در زمان شماها، حداقل بر مردم بیچاره یک کوپون بود، حداقل یک سر آرد و بوره و چای و تکگکا و اینا کمپل اجزا می آمد، مردم اینقدر گرسنه نبود، از حاکر ما خون می ریختن، امی اعضای اصفای منصبا خونشان می ریخت تا مجاهدین را می گرفتن و اینا از خون مجاهدین، از خون از این سربازای ما هیر می شدن و نان بر مردم می رساندن. ما گرسنه نبودیم، ما آزاد بودیم، ما کار میکردیم و دفتر اینقدر تجاوز و بی‌ناموسی و بی‌عزتی، اینا دموکراسی نبود، نیست از اینا. از اینا متاسفانه لجنگسیختگی است. زنده باشین خانم کوزاد. جوابار مختصر که اگر تو باشد پنج ساعت می تبصره خیلی دفعه این من بخوانم. این اینجا کسی نوشته کده نامشم من نمی فهم که کی است. از گوش من خانم کوزاد صدای دیگر، صدای مهربانتر، صدای زنانه، صدای مهرین دارند و میترا جان صدای نسل جوان، نسل امروزی جدیتر، درشتر، جسورتر و شبیه سبک مامجان خود دارد. تشکر. من نمی فهم که کی تبصره. قربانتان، هموطن عزیز، هموطن مهربان، هر کس کستین مهربان هستین. تشکر میکنم از این کامنت زیبایتان. یک چیز واضحی است، میترا جان دخترم است و من مادری از اوستم. من باید مهربان باشم. من دوره جوانی در گذشتاندیم، دوره بی‌تفاوتی را که سر یک سنگ به اصطلاح چشملاق میزنه آدم به او وقت. اونا گذشته، حال ما شکسته شدیم، حال ما جدیتر فکر میکنم، عمیقتر فکر میکنم، مرا اینقدر غم روزگار اتر ساخته، مرا 8 سال مهاجرت در هندوستان کل یک آدم دیگه ساخت. کاملا کاملا. خانم کوزاد گرامی، باشین که یک تبصره جالبه بخوانم. آقای اماین عابدی نوشته میکنه که یگانه تفاوت بین میترا جان و مادر عزیزشان در این است که خانم کوزاد متن یا شعر را هیچ وقت از روی کاغذ نخوانده. اول اجازه بدین که ما یک جواب بدم. آقای عابدی، تفاوت بین روغن زرد و روغن نباتی را میفهمید چی است؟ این همه قدر خلاص. اما او حافظه را خدا بر ما داده که باور کنین نمیفهمم که نام ما را کمپیوتر مونده بود. زکی کمپیوتر دو وقت نه تلپرامتر بوده و نه 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 اتو هم کارایم میفهمین. یک روز یک قصه کنم براتون، بازم این سرکتا میاید. خب من اینا رو باید یادداشت کنم که با دیگه برنامه بگویم. آخو میاید دیگه بگویم مختصر مطاب برنامه دیگه هم بیداشته باشیم. ما بله برنامه کتاب هم میخوندیم. معمولا ساعت 12 برای ما، برای نطاق پشتو و نطاق فارسی، ما دری هیچ وقت نمیگم فارسی، دری میتونه بگه فارسی، فارسی یک زبان است، لهجه تغییر میکنه. سر عظیم، بله سر عظیم، ما بسیار حرف دارم که امروز میخواین که زبان جدا کنن، دری بیارن، دری یک زبان دیگه بسازن، فارسی یک زبان دیگه، ما این نمیتونم بپذیرم. خب و همچنان مثل که امروز ادبیات امروز تا دیروز جدا میسازن، اینال جوانان امروز ادبیات دیروز نابلد هستند، نابلد میشن. ببینید ما یک عمر هلیکوپتر گفتیم، یک عمر بایسکل گفتیم، حال دوچرخه میگیم، حال خودرو میگیم، موتر تیز رفتار. این گپا با کلی مخصوصا از طریق تلویزیون ها بالکل بالکل نارواست. خب به امال بازم بگیم ما چی میگفتیم. به هر حال ما از بسیار تبصره میگذارم، فقط یک چیز میگم جناب عابدی عزیز که هر کس جای خود داره، خانم کوزاد زیبایی ها، خوبی ها، محاسن خود داره، خانم دخترم جوانه است، دخترش کوله است، حال مرمانه که من امیر مکبای خود بگویم خانم کوزاد.
و میترا جان گفته اینا که نسل جوان فکر کنین که از بیشتر گفتن که از یک سالگی یا چی وقت اینا رفتن با زبان هندی، با زبان انگلیسی، با زبان جرمنی که من نمیدونم با فارسی خانه پدر پدر کلانش آباد که امه قدر میخوانه برازی فارسی که فارسی در چطان خط مقبول داره میترا میفهمه که بابیش پدرش پدرش همسه خط مقبول داره داشت ولی میترا من میگفتم که تو خط طرف پدر دفته پدرش بسیار خوش داشت خط میترا رو میگفت دخترم چه خط داره مرواری داره دیگر خانم جزال جان انیل عزیز و گرامی خانم اسدالله جان انیل که بله هنرمندای نازنین ما نازنین اردوش هستن و ما یک صحبت هم داشتم با اینا درود خانم کوزاد و از ما را هم بپذیرید خب تبصرهای میترا جان هم میمانم که با زیاد خانوادگی نشد خب با دل دخترم نمانه باز گلمن نشه هم یگانش بخونید یگانش هم میخونم بچه‌ش بله شیما جان مهجور که شاعر بسیار خوب است میگه که با پای صحبت های شیرین این بانوی دوست داشتنی کوزاد نازنین نشستن چقدر دلنشین است دارم میشنوام و برایم مهر می و برایش مهر می فرستم خیلی عزیز است و برایش آرزوهای خوب می نویسم بسیار تشکر خانم مهجور نازنین بانوی گرامی سپاسگزار است ما هم بسیار دوستتان دارم و افتخارم است اینا که گفتین که حال شما گله کردین باز میترا جان نوشته میکنه هران چی را بانو کوزاد از بر میگفتن امش را اجالتا از بر میکرد تشکر خب تشکر دخترم عزت بسا میگه زمانی که در فیلم مجسمه ها میخندد نقش بازی کردید فکر میکنم بیش از هفت سال بودم و چطور که راست اول فلم و استیشن رادیو را نهیده بود فقط میخوام بدانم میشان فلم بعد از هفت سال تهیه شده باشد شما در فلم هم نقش بازی کردین خانم کوزاد؟ بله باید خو همین مجسمه ها میخندد بله بله مرا خواستن آقای علی از طرف افغان فلم بله آقای بسام محترم استاد گرامی برتون درود و مهر میفرستم برادر بسام هستن یه آقای سنت الله بسام نیستن برادر شد عزت بسام بله اما آقای بسام که میفهمیدین یه بله بله و اینا را هم درود و مهر میفرستم از هم یک خانواده هستن عزیز من ما هیچ به افغان فلم نرفتم وقتی به تلویزیون رفتم باز به افغان فلم آشنا شدم کمری فلم دیگر چیز است تا کمره تلویزیون اینال ما اونجا که رفتم میفهمیم چرا از خاطر که ما همیشه دیگر کوزاد یک آدم بسیار منور بود مرا روز اول گفت یک نصیحت کرد کوزاد گفت زکیه اگر تو میفهمی گپ خوب دیگر بین زن و شوهر این گپا هست گفت تو رو ما چون من بسیار خورد بودم یک در از دوستای اینا گفته بودن که تو گودی بازی میکنی و تو تخم پخته نمیتونه و تو رو زردی میگیره ایچو میکنه ایچو میکنه از گشنگی خواب میشی یه گفته بودی من برای آشپزی نمیگیرم خب برسودم جواب هر کس داده بود بعد از او باز مرد کوزاد گفت که تو اینمی خانه مربوط دست هر چی ضرورت داری بر ما بگو من میارم خانه رو دلت خانه میسازی دلت میبخشی هر کار میکنی اینمی مربوط خودت است ولی آنقدر تو اجازه داری مثل دگر آوری که اگر بفهمی که خانما زیرپوشی نمیپوشم تو هم نپوش ولی یک موضوع را بفهمی که من بسیار خراب پسلگتی دارم از پسلگتیم بترس و من چقدر اساس و اشیار بودم که من گرفتم در بشن یعنی من خطور اینقدر آزادی ولی ایتیاد کنی که باز از گلیمت پایت زیاد دراز نکنی من برای کوزاد گفتم کوزاد جان قبول اما من هم یک عرض دارم بعدا من کوزاد تا آخر کوزاد گفتم و برای سه ماه آقای کوزاد میگفتم که باز برای آزار کرد که نه تو نگو که باز مردم میگه تو دوستش نداری یا چطور یا چکار خیق یوسف گفتم نمیتونی کوزاد بگم حال که من به دعا محمد یوسف کوزاد میگم باز خواهرزادایش میگه از خاطر که خداوند اشتباه نکنه تو با که تو نام میگیری که یعنی امور شوخی میکنن بسیار مردم شریف هستن خانواده کوزاد کلش رفیقای میشن کلش شخصیت های بسیار بزرگ هستن بله بله
خب خلاصه مطلب که مرا گفتین، ما گفتم که ما خو سنم خورده است، تجربه ندارم، این از مکتب برآمدیم، ما دیگه جایی را ندیدیم، خارج را ندیدیم. اگر پیش دوستایت، مقابل فامیلت اینا یک حرف میزنم که خدای نخواسته به حیثیتت بر بخوره، بله. امونجا ما را چیز نگویی، پیش روی هیچ کس، حتی فامیلت اید نگویی، چیز نگو، تیره تا بیار به خانه که آمدیم، باز شب تا صبح مرا به پای آویزان کن. اصلاح تا با آخره که کوزات رفت. همی پرانسیب بوده. یک گلاس هاو که می دادم، می گفت تشکر زکر. بله، بله، بله. بهرحال، آقای فهیم صابر که متصدی برنامه های سیاسی تلویزیون طلوع بودن و یک جوان فوق‌العاده با استعداد، جورنالیست با استعداد، میگه که یکی از گوینده ها و گرداننده های خوب کشور ما، زنده باشین، خاطرات خوب از کارتون داریم. خب باشین که ما یعنی دوست ما تلفن کرد، خوب شد، خوب که قطع شد که ما چیز شد کنم، یعنی قسم دسترب شد به اصطلاح، همی باشید لحظه که ما سلسله چیز خراب شد با می تلفن، یک لحظه خانم کوزات که از پیش ما منتظر است. خب بفرمایید قاسم فقیری صحبت های جالب. خانم کوزات سلامت باشید. خانم مریم قرغه شکیب، خب اونام قارسم نه، میگه که وای زکیه جان، خیلی من مجبور بخونم، وای زکیه جان عزیز چی بیالایش قصه میکنید، به یاد مادرکم و همکارانشان افتادم، نسل قدیم ما یک زیبایی و بیالایشی خاص داشتن. اسمشان خانم مریم جان قرغه شکیب از کشور عالم کم بسیار خوب عزیز من، این دفعه که بخیر همی مرض گم شوه بیایم بخیر، حتما یک اعلان بیتم که شما را باید ببینم، اونجا بسیار دوستا دارم و بسیار آزو دارن که با هم بشینیم ببینیم. بانو شکیب نازنین، بسیار زیاد تشکر از آس نظرتان، ولی مرد قدیمی نگوییم. نه قدیمی عدف شما ما بودیم، شما چون که در این برنامه آمدین شکر فکر کردیم شما قدیمی سید. شوخی میکنم، شوخی میکنم. آقای عظیم زیا میگه که به انگلیسی یک ضرب المثل از خانم کوزات میگه The old is the gold. بله، بله. اما شما یک نسل افتخار آفرین هستین که نشکوخی میکنم. یک گروه، یک موجی هست. قبلا شما گفتین نه؟ قبلا شما گفتین که پینجا نشدید. نه، هیچ وجه. آقای عظیم زیا خانم میگه که خانم کوزاد گرانمایه شما مایه افتخار آن سرزمین هستید، من شخصا به موجودتان میبالم. قربان شما عزیز من، شما به نهایت مهربان هستید، بر من افتخار هستید. قربان شما. خب اگر اینطور که پیش بریم باور میکنیم که یعنی آنقدر تبصره ها زیاد است که من فکر میکنم که بسیار زیاد است. والا تا ما که بیننده ها را میبینم بیاین از امین میگذاریم خانم کوزات برازی که اسم خوب ببرین لطفا، یک اسم بسیار با سرعت میبریم تا جایی که امکان داره برازی که یکان انتقادم بگوین که باز امورم اصلاح کنیم. نه والا انتقاد بسیار کم است، اما یک چند انتقاد است دیگه ای بگو مگوهایی که باز به درد ما و شما نمیخوره، او را دیگه من نمیگم، فقط اسم از کسایی میبرم که همینجا حضور داشتن، تفسیرهایشان هم میمانیم برازی که تفسیرها ها بسیار زیاد است و همه محبت آمیز هستن، والا اکثریت مطلقش که مطالب با اون چیزهایی که انتقادی بود او را هم گفتم و بسیار احترامانه بر دوست ما گفتم، شاید موافق باشن و نباشن، ولی همین نظر خود ما و شما گفتیم. خب یک تای دیگر را میخوانم به اجازه شما. خانم غزاله فت میگه صراحت لهجه و توانمندی استدلال را از شما بانوی گرانمهر باید آموخت، همیشه با وجودتان افتخار کرده ام، از علاقمندانتان بودم، هنوز هم به شخصیت والایتان میبالم. قربانتان عزیز مستین، تاج سر مستین و قلب اینجا دارین، بسیار زیاد محبت کردین، دوستتان دارین، قربانتان. خب بیایید که همین دوستایی که بودن
کسایی که امروز حاضر بودن که اپیرنتلی یا ظاهرن ما میبینیم شانا در پالوی پندارها و گفتارها و اینجا آقای جبارخیل و سایل جان نازنین که نمی لحظه با حوصله مندی برنامه ما را لایف از دو تلویزیون پخش میکنن تبصره ها را اونجا هم روان کده دوستا اگر این را ادامه بتیم باور کنیم تا نیمه شب تمام نمیشه امامی حاضرها را میخوانم آقای محسن ایماق وحید مردان فردیانا ظریف طبیبزاده درخش جوانان مینا امیر اکرم حیدری جبارخیل جمیله مستولی غزال نور حیدر شکیب مریم قرغه شکیب روان درمانگر امینه طبیبزاده احمد ولی کنشکا پریان رشید واصل عبدالرحیم مجید یار شعیب اسحاقزی حبیب الله فتا بصیره کلالی تمیم رها عبدالرزاق زیرک ظهیر جمشید ناصرشاه سیغانی نظیفه توخی سند استاد سند بسام تیمورشاه صالحی عزت بسام از این استاد سند خود لطفا بخوانیم نزد استاد ما فقط امی از استاد سند بسام تفسیرش از پیش من رفته ولی خانمش سایلا جان با شما هم کار بوده سایلا جان بسام در تلویزیون پیام به شما روان که نقوش میکنم که اگر تفسیری آقای بسام پیدا کنم اگر بسام باشه کتی ما که پس به ما در مسنجر روان کنه در غیر از سایلا جان یاد کرده که یاد اون روزا بخیر سایلا جان هم نطاق سایلا جان نصار در وقت درست سایلا جان نصار بله بله عزیز مستن یاد مستن یک خانم اینمی سایلا جان که حال بسام تخلص میکنه اینمی نصار بود سلام بر سایلا جان عزیز و همکار نازنینم چقدر خرسند استم که یاد او گذشته ها افتادیم الهی که هر جا هستین موفق باشین ما از آقای بسام میفهمین چقدر صحبت های زینا طرز صحبتشان بسیار خوشم میاد واقعا استاد پوانتون هستن واقعا بسیار زیبا صحبت میکنن زنده باشین و خوشبختی کلان را که ما دارم خانم گذارد که شانه به شانه بله. یعنی برگر با ما یک جایی هم به اصطلاح موازی با هم با یک دوست دیگه پیش میبریم یعنی بله. دعایت رهبری همی برگر هستن بهرحال آقای سنت بسام تیمورشاه صالحی عزت بسام زفر استاد زفر شمس جناب کبیر امیر عزیزم زورجان پوپل نجیب داوری بیگم ایار وایزی مستور دیقان مکی حکیمی پرمیان صدیقیان که شاعر بسیار نازنین ماستن ملاله مودودی نثار رابین من، فوزی جان مجید، راسخ احمدی، نسرین کلالی حسینی، صوفیا ولیزاده، یار آراشید، میر شبری، فوزی جان فیروزی که خودش یک برنامه ساز است، عثمان اساقزی، ملاله کوهستانی، شاپور احمدی، مرزا فیزی، شبیر جاوید، جاوید تماس، صلاح الدین صلاح، وحیده هوشمند که همکار ما و استاد ما بودن یک وقت اینستیتوت، استاد با هم یک جای کار میکنیم ظاهر تینت سید زمر غلام فاروق سروری رمیلا جان امامی سایلا جان بسام نسیم آریانفر شیلا پنا استاد شیلا پنا مری اندر میترا جان کوزاد عیاد استقلال ناید احمدزاد شیما اکبری فکر کنم یا ای کار ای که آر نوشته است نسیم مرادی غزال انیل هلنا زلمی، عظیم زیا، عبدالله میر، سندر بجاج، رویا بی آی، حریف معروف، سارا نیازی، صبور احمدی، کمال رحیم، شهناز ابوی، حسین آقا جوادی، شیما مایل، انیسه قدام، میرویس مجتبا کارگر، استاد کارگر عزیز، یعقوب یوسف زی، هوا وردک، اجمل آریان، فهیم صابر، واسه ایوبی ام ای زی ایچ صدیقی حبیبه مختار عاطفی معروف علی زی محبوبه شریفی همتی که یک دوست بسیار عزیز ایرانی ما در برزیل است و از دست ما افغانها بسیار زجر دیده ما پوزش میخواییم ازش شیما جان معجور سرایا بگویم که سرایا راستا اولین دفعه است که باور میکنین که برنامه ما را میبینه و در غیر از دیگه ما غیر حاضر است برای دائم
ما همیشه گفتیم که خانم مقبول تو نحرمت میرسانم محبت این دل و دل را داره بگه تشکر والا ایتو این خانم مقبولی ما سرم خانم تاسیب کده خانم کوز را دفت آبا او خوش شکر میرم کوزاد عزیزم هم میگرد امیرم میگرد اون اردوی ما در یک پیجاتیم رعوف احمدزای ربانی فخی ببخشن دیگه که یکان شوخی میایه بله 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 تو با جانه که خب تخلصش گراندال است حمید کتوازی، فریباجان ادب، زهیر آصفی، محمد نصیر، معاشر، معروف عباسی، قسیم فخری، نجیب شفقیار، صبور وهاب، مریم کوران، وحید نصرت، حبیب، سلیم علیزاده، ماریا جان فاری، فانی، دختر زندیات فانی که شما شعرش قرائت کردین چیز شکل ما کردین، عبدالقدیر فضلی، نیلاب جان سرابی نازنین، کمدین کشور ما، خانم کمدین حتما دیدین شما با کارهای نیلاب جان آشناستین، جینا امانی، خانم فریبا جان نصریان که شاعر نویسنده بسیار قوی و برنامه ساز بسیار خوب هستند، یک برنامه ادبی خوب داره، حتما باز ما برنامهش خدمتان روان میکنم، اشرف آش، عبانو بانو، نسیمه تا محمد جنتگل خان، فریدون فرید، غزاله افت، رحیم ایریا، یعقوب یسنا، داکر یعقوب یسنا، از ایران فکر کنم، فدا جناب فدا لاروی که چندین دفعه نامشان رو یاد گرفتیم، داکتر انجینیر فرید زیوری، آقای امان افت، شمیم مشرف، ذکریا، خاجمی رحمت، سخی راد، زنان رستاخیز، نایید ولی، رجب علی کازمی، زیور فرهد، صفیه حقوق اصابی، اماین آبدی، ملنگ چنگیز، آقای عبید فخری نازنین و دوستای دیگه که میفهمین که لایف که میاین نامایتان میگذره و از پیش ما مشکل است که کلش بخونم و آخرین حرف از آقای شمیم از شمیم مشرف ذکریا میخوانیم که گفته که راستای عزیز و گران لطفا در مورد کلمات فارسی، پهلوی یا ایرانی که متاسفانه زیاد رایج شده در میدیا نیست نظر زکیه جان را در مورد بپرسید. امی ویدیو کلیپ که ما ماندیم در یوتیوب از جناب ذکریا امیر را ببینین و در این حال براتون وعده میتونم که نه از دید زمان شناسانه نه از دید یک آدمی که دکتر ادبیات جایی من مطالعه دارم اما تا جایی که ما عقل ما قد میتونم مطالعه دارم از دید جورنالیستیک بله و خب با استفاده از تجارب خانم کوزاد و کوشش میکنم که همه طور معادل خانم کوزات رو پیدا نمیشه ولی یک همتایش را در جنس مرد هم پیدا کنیم که یک ذره شکل گفتمان را بگیره و همی تجارب و خدمت شما بگویم که آیا این واژه ها را ما چگونه استفاده کنیم. به هر حال دوستان عزیز از کسایی که نام نبردیم و یا نامشان فراموش شده ما جدا معذرت میخواهیم به خاطر از این که هم وقت کم است و هم میفهم که بسیار بسیار تفسیرهای شما مانده حتما ما خانم کوزاد در برنامه های آینده بر شما وعده میتونم که باز خود داشتیم سلسله از خاطره ها را ادامه خود دادیم و بله بفرمایید خانم کوزاد. ما یک کتاب همی فراموشم نشه یک کتاب وقتی که کوزاد از رفت ما بسیار وضع خراب داشتم که دوستای من از او جمله لیلا جان تیموری واحدی مثلا آقای اشکریز یک دو اینمی فرید جان سیاوش یک دوست دیگه مثل کابل یوسف عمران اینا بسیار خطا و نارام نبودن که ما از بین نرم ما بسیار بدل داشتم اما مرا بسیار اینا اصرار کردن تشویق کردن که باید یک کتاب نشر کنم تمام خاطرات من درج یک کتاب بکنم لیلا را گفتم لیلا جان لیلا بسیار دوست خوبم است تقریبا 15-16 سال است که دوستم است لیلا جان و یک همکار بسیار خوبم ناگفته نباید گذاشت که در روزنامه لیلا جان تیموری واحدی بله شاعر نویسنده که ما اونا را با نوی شعر و سخن میگم با نوی شعر و قلم ای مرا گفتن که نشته کن ما گفتم نمیتونم اصلا ندارم لیلا جان موصولی نشتن ندارم گفتن تو با یک تیپ که بزن اینم چیزی که گذشته از امی سر این امیاله تا کابل و اینا باز با من روان کن من روی کاغذ میارم تایپش میکنم
خب اینا لطف کردن من اون تو یک کتابم انشالله ریدس دارم به زودی ها خونه وعده داده نمیتونم، اما من باید این بگویم که چقدر بر من افتخار آمیز است. قربان سر هر یک هموطن بناحق نیست که من هموطنان خود همیشه لاف میزنم که شکر که من چونین هموطنان دارم، حتی دوستانی که در خارج هستن، دوستانی که از کشور ایران هستن، دوستانی که در کشور ایران زمانی که من به تلویزیون بودم برای ما چیز روان میکردن، زعفران از ایران روان میکردن، آقای بود که بسیار به من محبت میکردن و میگفتن توی ترسی. یکی از علاقمندان دیگه من جناب استاد نبی قوزاد بود، میگفت توی یگانه کسی است که من برنامه‌ت میبینم و ما بر من بسیار افتخار میبخشید. و این دوستایی که اینقدر زیاد از هر گوشه و کنار، اول افتخارش بر شماست که برنامه شما اینقدر زیبا و آموزنده است که کل را به دورتان جمع کردیم، و دوم افتخارش به ماست که دوستان ما ببینین چقدر لطف دارن، چقدر محبت دارن. اما دوستی که از من انتقادم دارن، امی محبت دارن، دوستم دارن که انتقاد میکنن، انتقاد از یک آدم بیگانه که بی تفاوت باشه برادرم هیچ مافش میکنه، انتقاد نمیکنه. ما از شما هم بسیار خوش هستم، از هر کسی که انتقاد کرده، با امید روز که بپذیریم همدیگر خود را و قبول کنیم اشتباهات خود. باز اینال با دوستان خودم میگم یک جهان تشکر. این تاج های افتخار که شما بر ما بسر میزنین و این بسینه ما مدال هایی که تعلیق میکنین، این تا عظمیست که ما تا به امروز زنده استم. یک زرگه خواریم و مثل بسیار زیاد تغییر نکرده، از خاطر که شما را دارم، خدا را دارم. ما خدا را سپاسگزار استم که شما را دارم، شما دوستان خدا دارم، هزاران بار شکر میکنم. و انشالله یار زنده صحبت باقی، اما امی محبت شما و جناب راستای عزیز است که ما امروز چقدر بیدار شدیم، خوابیدیم بیدار شدیم از تکانی که تلفون ما کوک کردیم، الارم یکی به نماز صبح، یکی هم به هفت بجه صبح. هفت بجه صبح میفهمین با وجود الارم، نو بجه صبح ما بیدار شدیم. اما امیم ارزش داره و برای شما همیشه این کار میکنیم. برای ما به عنوان بهترین ژورنالیسم در زمان دکتر سب نجیب که وزیر رادیو و تلویزیون و سینماتوگرافی آقای دکتر حیدر مسعود بودن. بله. از نام ما را حساب داده بودن، 3 نفر مدال گرفت که خود دکتر سب نجیب و اعضای کابینه و کل آمده بودن به تالار رادیو. اتفاقا امروز ما امرای ارکستر باران برنامه سال نو بود یا عید بود ثبت میکردیم که ما را از امون فیشن کدم وقت 12 بجه و گل برگ ها افتاده بود سر میگاییم، بسیار لباس فیشنی سال نوی، ما را خواستم که تالار دکتر سب خواستم. و خدا چی که بس من هیچ خبر نداشتم به استدیو بود، دویده کده که رفتم اونجا که اون تالار دیگر همه تا موت میزن از نفر و این جای نیست، یک کس خیستم پالوی دروازه. من اونجا به جای 6 بود که دکتر صاحب صحبتاشم به حلم خلاص شده بود و همه آخر بود و بعد از او باز این حال کس را دلش که دکتر صاحب نجیب دوست دارم یا ندارم، مخالف هستم، موافق هستم، من احترام میکنم، دوستشان دارم. برای از این که در اون زمان آقای کارمل، زمان دکتر سب نجیب، ما بسیار بی‌طرفایی که میگفتن بی‌طرف بی‌شرف هست، ولی همین ماها بسیار عزت میشدیم، بسیار قدر میشدیم، بسیار احترام میشدیم. از اون خاطر من وظیفه خود میدانم که کل را احترام بکنم و یاد کنم که رفتم آقای زیری هم بودن. بله. من انفهم اونا عیاد دارن یا نه آقای زیری؟ زنده هستن، بله عیاد دارن آقای زیری. بله. شکر. و یک کتاب هم نوشته کردن. بله. اگر میبینن ما برشان احترام تقدیم میکنم. و اتفاقا یک کوتا به شما بگم که خانمش در انستیتوت علوم اجتماعی شاگرد ما بود، یک نازنین خانم، چشمای سبز، مویای زرد، بسیار بی‌رحمانه مجاهدین آمد مکریان پشتش.
خانم شکتی اینکه در آنبال شد. خب به هر حال خاطرات بده. ولی خانم آقای دارم. او را هم باز در آینده و خیلی سر خاطرات این دور را مصوبت میکنیم. بسیار خاطره دارم. مخصوصا خاطری افشار. خب بسیار دردناک از خاطری افشار که برتان بگویم. اینا اول شفیق جان عبیدی را خواستم. باعث جورنالیست درجه اول. اول. او را خواستم تعلیق دکتر سب نجیب و تعقیبش سه نفر بودیم که کل بود ولی سه نفر مدال گرفت. ما و شفیق جان و سایلا جان از خدم. شفیق جان رفت نظر و سابقه نظر و تجربه ایست یک تو استاد ما را داشت. اگرچه ما را درس نداده کورس داشت گفت تو دیگه چرا زکیه درس نمیتونی بفرد. اما با ما ایست استاد داشت. همیشه قدیم روحینا اینا را خدا مغفرت کنه. آقای روحینا را من احترام میکنم. و شفیق جان عبیبی با تعقیبش من هیچ انتظار نداشتم. باور کنیم من هیچ انتظار نداشتم. دیدم که فردا من انتظار نداشتم. میرفتم یک ذره در شوکی های پیش روی میشیشتم. این که نام من را صدا کردم. زکیه کوزاد نطاق جورنالیست درجه اول. واو. سه نفر از سه ما درجه اول. آل دیگه من چطور شرمیدیم تالار رادیوم خب بسیار کلان است 11 صد نفر گنجایش داشت این ما تق تق کل سکون این کلیای بوتم تق 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 تا اونجا رفتم و دکتر سبستاد بودن و زید صاحب امیر مدالا را برشان پیش بودن یک دفعه دکتر صاحب گفت زید صاحب امیر شما بتیم بزنیم و یخم شد گفتم دکتر صاحب از شفیق جان عبیدی را استاد ما شما زدین تعلیق کردین از مرم میگین نمیزنین اگر حال دیگه ما میکروفون تیر میشه صدای ما نزدیک استاد است اگر از مرم شما خودتان تعلیق نمیکنین ما هیچ نمیگیرم هیچ نمیگیرم من بسیار با جرأت یک آدم بودم نمیگیرم دکتر صاحب متزوف خندش گفتم من خیلی اینم یخن خود انتو برتان رسپ میگیرم شما بزنید که تنها زوف خنده شدن دکتر صاحب زیر صاحب گفتن نمی شما بزنید نمیدم تعلیق کن باز دکتر صاحب من ایتو گرفتم یه خانم راستی باز دکتر صاحب تعلیق کردم باز از سهلا جان خواستم اینی خاطرات یاد دکتر صاحب گرامی با یادشان گرامی با همیشه من با فیسبوک هم نوشته کردیم و من از اعضای از آن کسی که مثلا من یک قصه چی را دارم آقای اسدالله پیام ما دارم یک قصه خوبشانه که باز برتان بگویم از زیر زمینی در شرایطی که مجاهدین آمده بود اینا رئیس امور سیاسی وزارت داخله بودن اینا بر ما زنگ زدن از مخفیگاه بر ما زنگ زدن که زکیه هر چی زودتر استاد و اولادای تا بگی برای از اینجا ما گفتم مرا چی کار دارد اینا خب من خب میفهمم که اگر آدم بیبوی به خاصیت هستم اما شما برین مهم هستین شما برین که مهم هستین گفت گوسفند نر بر قربانی است همین کلام شما براین که غنیمت های این کشور است هیچ از یادم نمیره این آدم از مخفیگاه کنین این یام یک یک اینمی آقای جبارخیل برای من تکس مسیج کرده سه دفعه دیگه مجبور که من این را بخانم گفته که خانم بلقیس زرابی احترام خاص برای زکیه جان گرامی میرسانند و آرزو دارم که این برنامه را ادامه دهید خانم بلقیس زرابی مالک آریانا سویتس بهترین شیرنی ها و کلچه های مزه دارد آقای جبارخیل ما خیلی در مورد خانم زرابی گپ زدیم اما ما نه کلچایش کور شدیم شاییم که دیده باشیم نه شیرنیایش اینا خانم زرابی رو بگوییم که یک پارسلک جور کن روان کو شیرنیای رو دیگه آجیب در پروگرام شما بله حتما ما برتان در مورد بلقیس جان زرابی بگوییم پیش از اینکه ببخشیم که راجی شما پیش از اینکه بگوییم بیننده های عزیز این تفسیرهایی را که من با نامها خواندم در تناپندارها و گفتارها آقای جبارخیل بر من تکستای را روان کرده دیگر گفتم که اگر من بخوانم از تلویزیون باور سایل زیاد میشه از این خاطر از اون منصرف شده بفرمایید خانم کوزاد خانم بلقیس بسیار یک زن کوکس بسیار خانم مهربان بسیار همین نزدیکی های شما باید باشه بله بله به همین جاست من از او با خوراکه های بسیار لذیذ و مزه‌دارشان
همیشه همیشه به خانه مستقیم بودیم. همیشه میفهمین وقتی که استاد خوزاد رهلت کردم ماه رمضان شد و ما کل اولادا به کاربار خود بودم. ما تنها افطار میکردم وقت و همیشه وقت افطار این خانم دروازه رو زنگ میزنه 5 دقیقه به افطار میمونم. یک غولی آشک، کباب ها، شیرپیره ها، کیک ها، هر نوع غذای عوضانه این به کار خود، به کمپانی خود تهیه میکردن، برای من میآوردن که زکیه تنها نباشه. امرای من میشیشتن افطار میکردن که زکیه تنها نباشه و احساس نکنه که کوزاد نیست و تناست. کوزاد همیشه امرای من یک جا افطار میکرد، گرچه که یه آخر نمیتونست که روزه بگیره. خدا قبول کنم، میفهمم خداوند، اما میگفت نی افطار امرای تو میکنم، یک جای نان چاشت خودم میخورم. این آقای امی خانم از او خانم هست و باور کنین باید بر شما بیاره. اینا توت است، نخوت کابلی است، نخوت اینجا است، چهار مغز است، بادام است، شیرنی هاست، کیک هاست، کلچه هاست، خجور هاست، روت هاست، چی ترشی هاست، چیز کم تو فکر کنین بی آریانا سویتس داره و بسیار عالی و مزدار. ما که میرم به دوکان افغان باز از شیر پیره و از ای شیرنی ها و از کلچه ها و کیک های اینای از اینا میخرم. چون حال پندمیک است آورده نمیتونم، من میخرم. خانم کوزاد گرامی، یک متریش برای شما میخوانم که میگیرم که فلک جامع دهد کو اندامش. حالا که شیرنی ها را پیشتر شوخی کردم که روان کنه، که حالا که ما کلسترول و من نمیخوام شکر و دیابیت ایگه داریم و چی قسم ما بخوریم. اما شکر که همینطور یک دوستای عزیز نازنین داریم. یک تبصره دیگر هم ما از آقای استاد بسام گفتیم خدمت شما میخوانم، چون بسام مهم است برای ما، که میگه که شفیقه جان عبیبی میخواستن به برنامه پندارها و گفترها بیاین به نسبت پرابلم صحی و تغییر ساعت و مشکلات انترنت نتوانستن شرکت کنند، ولی در ماه جون و جولای دعوتشان میکنیم مثل خانم کوزاد که خاطرات خود را قصه بکنن. یعنی که ما برنامه داشتیم بهشون، حاضرم بودن، اما با تاسف که تفاوت وقت و بیبرقی و شرایط افغانستان هم میخواد. بله، ما میخواستم که امرای شفیقه جان عبیبی، امرای آقای پرتو نادری، امرای از اینا مصاحبه کنم، ولی نسبت اینمی مشکلات نتوانستم. شفیقه جان عبیبی لیاقت بسیار بسیار عرفه ها را دارن، اونا از خانمای پیشتاز هستن. جمیله جان زمان انوری که به هالند هستن، اونا چی محبت امرای ما کردن که ای باشه. از هر کدام از اینا ما خدا مغفرت کنه، از معصومه جان عصمتی وردک، که هر کدام از اینا گفتم که من بسیار سراپا خاطرات خوش و یک مقدارم خاطرات تلخ هستم که او رو بر من ببخشای دوستا که اگر میگم. خانم کوزاد گرامی، باور کنین که برنامه ما پلان محمد 45 دقیقه بود، ولی شاید یکی از برنامه های باشه که ما هیچ خسته نشدیم و بسیار بسیار افتخار بخشیدین که آمدین. امروز نخستین برنامه بود. بیننده های عزیز، وعده میتیم که اینمتو با تدریج آیسته آیسته در یک زمان، در یک فریم، تایم فریم معین خانم کوزاد دعوت بکنیم. اینمتو آیسته آیسته خاطره های خود خانم کوزاد قصه بکنه و اینمی ویدیو کلیپ ها کلش که یک جای شود در پالیگی از ایتا که کتاب نشر میشه، شما ویدیو کلیپ شرم میداشته باشین. این رو به شما وعده میتم. اما یک چیز میگم که تنها خاطره را نگیریم دیگر، یک آن موضوعات جدیه هم سرش صحبت کنیم، سر مدرنیزم، سر نهضت زن، سر جورنالیزم، سر نزینی چیز هم دیگر که بازه قدر ما بیمایه نیستم که فقط خاطره را یاد دارم. ما کاملا این را میفهم. اگر شما پیشتر متوجه باشین، ما خدمت شما عرض کردم که ما یک برنامه خاص در مورد وارد شدن واژه های خارجی در زبان خود که نمی خودش بسیار مهم است، گفتمان بسیار مهم است و من میفهم این خاطره را به کلی که یک طرف هم بانیم. امی قصه های نرمال زندگی شما که باز خاطره میشه که قصه کنید، این همی هم یک درس است، یک کتاب است و یک درون مایه بسیار قوی دارد. چرا خانم کوزاد واضح به شما بگویم آخرین تعریف علم، آخرین تعریف، چرا تیوری، فلسفه، مثلا علم،
دانش یا کلش تعریف های معین فلسفی خدا داره. آخرین تعریف علم ما با شما بگویم تجربه است. بله. علم یک کلمه. علم یعنی تجربه. یعنی تجربه را که تئوریک بسازین یا اینکه نوشته کنین علم است. بنان علم تجارب شما یک علم است، اندوخته های شما باز اما از شما دست ما مان، تحصیل ما مان که چی گونم خب گمش کنین پشت از اون گفت کنم بسیار گفایست که شما میفهمید که یکی یک آدم است که میاید نیم ساعت گپ میزنه گپش خلاص میشه میره بامان خدا، یکی یک کس است که همی هر گوشش شور بتین شما شخصیت های مثل شما آقای شادان آقای اشکریز نازنین که وعده کده ما امیدوار هستم که شما از اینجا تیلا کنینش ما از اینکه تیلا کنینش که دم پندار ها بفته یک و کده یک آدمی پس و شخصیت های مثل از این اینا را باور کنین هر گوشی که تو بکاوین کتاب کتاب گپ داره. بله و ما میفهم که یک قدر دل شما حرف هاست، ما امیدوار هستم که شایستگی از این را داشته باشم که این حرف ها را بتانم از شما بسیار با مهارت و خوبی بکشم بیرون که مردم ولی خوب است که یک خاطره یک روز ما نباشم، اما اینه میگه پا اینه می خاطرات میمانه خواه خوب خواه خراب خواه آموزنده خواه زشت، ولی امینا یادگار است میمانه. بله کاملا تکر میکنم در نهایت از شما از اوصلمندی ای دوستان شنونده که لطف کردن و تماشا کردن و دیدن و شنیدن و نوشته کردم قربان انگشتان هر یک شما که بسیار مهربانی کردیم و همچنان قربان محبت شما از خانمتان از تمام عزیزان شما بسیار گفتم مرا ویزه دادیم بسیار یک کمک کلان کردیم. خواهش میکنم شما افتخار هستین، شما اصلا ویزه کار ندارین، مردم لاین است که بیاید شما را دعوت کنه و اجازه بتین که در آخر از تلویزیون ساحل و تلویزیون بار تشکر بکنیم و از سهیل جان که با اوصلمندی برنامه ما را ثبت میکنه و از آیت رهبری پندارها و گفتارها و از دو نفر دیگر هم نامش خانم پوزاد بگیره، دو نفر همکار تکنیکی که امروز اگه اینا نمی بودن با بسیار مشکل ما و خانم پوزاد وصل می شدیم. بگو این نامشان کی است خانم پوزاد؟ یکی جناب ترکمنی است؟ نه در پیش شما در خانش شما شیشتین که مورکت از آقای ترکمنی خود ای سمت است. ما خود نمی بینم. کنشکا جان کی است که موش کنشکا بچه نازنین ما. کنشکا خود که ماستر است درس و دخترک و دخترک نازنین شما. او بزنس با منه. تشکر میکنم از اردویشان. از اردویشان سپاسگزار میکنیم. و از شما یک دنیا بازم سپاسگزار هستم. نواسگکای نازنین ببوسین با امید از این که همیشه این برنامه ما ادامه پیدا کنه. و یک تشکر ما قرضدار هستم از جناب جبارخیل صاحب، دوست بسیار نازنین که همیشه محبت دارم، همیشه لطف دارم، ما بسیار گپ میزنیم، از لیلا جان تیموری، از اما جان ترزی، از تمام دوستا و همچنان از سهیل جان که یک وقت ما از اونا یک جا داره یک سمت شاگرد بودیم در سمت انگلیسی خودشان یاد کردم که باز ما از ما کمک میگرفتن گویا. اینه خوب شد که معلوم شد شاگرد به تنبل و لایقم. سهیل جان نازنینه که محبت کردن، اصول افزایی کردن. شوخی کردیم سهیل جان که نگویی که من خادم شوخ هستم. بله نه سهیل جان خودش نازنینه بازدائی دامده چون یک برنامه ساز خوب دیشو خانم کوزاد کته همی شرافت پروانی صحبت داشت، اما که نازنین پیش بردم این برنامه را کیانوان خوشم آمد. قربان شما یک دنیا سپاس، با امید از اینکه را دوام بتیم. بیننده های عزیز این بود صحبت ما با نطاق جورنالیست گوینده و یکی از شخصیت های درخشان آسمان فرهنگ و جورنالیزم کشور ما خانم زکیه کوزاد. تا فردا ساعت 11 شب و روز شما خوش. شکر خدا نگهدار. قربان شما. بهار آغاز شادابی. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختین غک.